جوز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت چهارم. صبح هنوز حالم بد بود. یک مریضی ناجور ناگهان از پا انداختم. دردهای شکمی فلج کننده استفراغ و تب. اول تشخیص دکتر این بود که آنفولانزا گرفتم ولی من و مادرم نگران چیز دیگری بودیم. پرت شدنم به آغوش سیاه اقمای ترسناک با همین نشانه ها شروع شد. دوباره بستری شدم و وحشت برم داشت که شعله کوچکم دارد برای همیشه خاموش می شود. هر بار که به خاطر دل پیچه در شلوارم خرابکاری می کردم در واقع از ترس در شلوارم خرابکاری می کردم. این دوتا زیاد با هم تفاوت نداشتند. بیماری و ترس هر دو بی ارادم می کردند. موقع خوابیدن در تخت بود که متوجه شدم بیماری وضعیت طبیعی وجود ماست ما همیشه مریضیم و خودمان خبر نداریم منظورمان از سلامتی دوره است که زوال پیوسته جسممان برایمان قابل ادراک نیست الان میخواهم که بدانی من با این نظریه که میگوید بیماری ساخته و پرداخته ذهن است موافق نیستم. هر بار کسی این را به من میگوید و تقصیر بیماری را گردن افکار منفی می اندازد یاد یکی از زشترین و بیرحمانه ترین و خشنترین خشن افکارم در فهرست افکار زشت و بیرحمانه و خشنم میافتم. فکر می کنم امیدوارم تو را در مراسم تدفین بچت ببینم و ازت از بپرسم چطور دختر شش سالت خودش باعث شد سرطان خون بگیرد. فکر قشنگی نیست فقط میخواستم بفهمی چقدر از این طرز تفکر بیزارم. پیری برای این تئوری پردازها معنا ندارد. فکر می کنند ماده به خاطر اینکه افسرده است فاسد می شود. مشکل مردم این است که به قدری عاشق باورهایشان هستند که تمام الهاماتشان یا باید قطعی و جامع باشد یا هیچ نمی توانند این احتمال را قبول کنند که حقیقتشان شاید فقط عنصری از حقیقت را در خود داشته باشد پس شاید این احتمال وجود دارد که بعضی بیماری ها زاده ذهن باشند و از آنجایی که آدم هر چقدر هم بدبخت شود باز هم دنبال بدبختی می گردد. حتی آمادگی داشتم به دنبال عاملی ماورا و طبیعی برای اوضاع رو به وخامت جسمانیم بگردم وقتی درد داری و در رخت خواب افتاده ای تشخیص دادن مرضی که دوچارش شده ای به تو حس آرامش میدهد، باعث می شود بخشی از توهم قدرت برگردد ولی اگر دانشت از پیچیدگی های بدن انسان به اندازه اطلاعاتت از موتور هواپیما باشد باید خلاقیت به خرج بدهی اول روی استراب ساده همیشگی تعمق کردم ولی به جز نگرانی سرساماور برای مادرم و حس بدی که از محکوم شدن در بازجویی پلیس داشتم حقیقتا خیلی هم مسترب نبودم. واقعیتش بسته شدن در سلول توی صورت تری برایم آسودگی خاطر عظیمی بود. در آن سلول، نشانه پایان روزهای بیقراریم بود. خوشحال بودم زندانی شده. مرحله دوم تحقیقات مرا به دنیایی روحانی می برد. تصورم این بود. تصمیم گرفته بودم زیر قولی که به مادرم داده بودم بزنم و دلیل بیماریم هم همین بود. می توانستم بین ریشه های روان و ماورا و طبیعی یکی را انتخاب کنم. شاید به طور ناخداگاه خودم را مریض کرده بودم. شاید بدنم داشت در برابر خیانت واکنش نشان میداد. یا شاید پیوند با مادرم به شکلی فراتبیعی چنان محکم بود که مجبور بودم سر قولم بیستم. شاید اسیر نفرین مادری لهستانی شده بودم و خودم خبر نداشتم. در هر صورت حالم خیلی بد بود. هر نشانه بگویی داشتم. استفراغ، اسهال، دلپیچه، تب، سرگیجه، نفس تنگی، تاری دید، دندان قروچه، درد مفاصل، قررش ازولات، انگشتان دردناک، زبان سفید. جز خونگریه کردن همه چیز داشتم و شک نداشتم به این یکی هم چیزی نمانده. اینقدر ضعیف بودم که نمیتوانستم از جا بلند شوم و بروم دستشویی کنار تختم دو تشت سفید بود یکی برای استفراغ یکی برای ادرار و مدفوع بیحال افتاده بودم و چمدان نیمه بستم را نگاه می کردم و از میان مه خاطرات مسموم کودکی جلوی چشمم رژه می رفتند. دوباره برگشته بودم به همان جایی که ازش آغاز کرده بودم. دردناکترین بخش دوباره مریض شدن همین بود. در این که اینکه یک دایره را کامل گشتم، و تنها چیزی که می توانستم دربارش فکر کنم این بود که چرا تمام سالهای سلامتیم را حرام غم و قصه کردم و به جایش مثلا نرفتم بالای اورست مادرم با یک بغل کتاب می آمد اتاقم و دوباره برایم کتاب میخواند مثل قدیم خودش هم به زور زنده بود ولی هنوز زیر نور ضعیف لامپ می و می برای شروع هم انتخاب بچشوگونی کرد مردی با نقاب آهنی در آن حال زار و نزار برایم کار سختی نبود تصور کنم یک وسیله فلزی شبیه آنچه در داستان توصیف شده بود به سر بدبختم فشار میآورد. از صبح تا شب می خاند و بعد هم روی تخت تری می خوابید عملا تمام شبانه روز با هم بودیم. اغلب از کودکیش در شانگهای حرف میزد. قبل از اینکه مرا آبستن شود وقتی هنوز آبستن احتمالات بود. از پدر شماره یک حرف میزد و آن لحظاتی را به خاطر می آورد که پدرش جوری اسمش را به زبان می آورده و نوازشش می کرده انگار شیعی مقدس است. تنها زمانی بوده که از اسمش خوشش می آمده. یک بار به من گفت صدایم شبیه صدای پدرش است و از من خواست به اسم کوچک صدایش کنم. از آنجایی که با آثار فروید آشنا بودم خیلی با این درخواستش احساس راحتی نکردم. ولی محض خوشحال کردنش اسمش را گفتم بعد شروع کرد به خالی کردن خودش با اعتراف وحشتناک از این دست احساس می کنم یه جای زندگیم راه و غلط رفتم ولی اینقدر جلو رفتم که دیگه انرژی برای برگشت ندارم خواهش میکنم این یادت بمونه مارتین اگه فهمیدی مسیر رو اشتباه رفتی هیچ وقت برای برگشت دیر نیست حتی اگه برگشتن ده سال هم طول بکشه باید برگردی نگو راه برگشت طولانی و تاریکه نه ترس از اینکه هیچی به دست نیاری و این یکی من تمام این سالها با اینکه پدرتو دوست نداشتم بهش وفادار موندم حالا فهمیدم کار اشتباهی کردم اجازه نده اخلاق صد راه زندگیت بشه تری اون آدما رو کشت چون دوست داشت. اگه دوست داری خیانت کنی، خیانت کن. اگه دوست داری بکشی، بکش. و این من به خاطر ترس با پدرت ازدواج کردم. به خاطر ترس باهاش موندم. حکم فرمای زندگی من ترس بوده. من زن شجایی نیستم. خیلی بده آدم برسه به انتهای زندگیش و بفهمه شجا نیست. هر وقت مادرم اینطوری خودش را سبک می کرد نمی چه باید بگویم. فقط به صورتش که زمانی باقی بود آراسته لبخند می زدم. و با کمی خجالت روی دست استخانیاش می زدم. چون خجالت آور است تماشای کسی که آخر عمری خود را موش کافی می کند و به این نتیجه می رسد تنها چیزی که با خود به گور میبرد شرم زندگی نکردن است. یک روز خودم را بعد از دادگاهی طولانی و مفصل در میدان اعدام تصور کردم. فکر کردم در یک روز آفتابی مرگ مرا میبینید. به کارولین هم فکر کردم. اینکه شاید هرگز دیگر نبینمش. اینکه هرگز عمق و پهنای احساساتم را نسبت به خودش نخواهد فهمید. به ناکام مردنم فکر کردم. لعنتی. نفس عمیقی کشیدم بوی نفرت انگیز و حال به هم زن در هوا بود. بوی خودم. خواب میدیدم نشنیدم که بیایند تو. بالا سرم دو مرد با پیراهن قهوه‌ای ایستاده بودند. کتشان را درآورده و آستینشان را بالا زده بودند ولی همچنان عرق از پیشانی به چشمشان سرازیر بود. فک یکیشان به قدری بزرگ بود که نمیدانستم برای دست دادن باید چانهاش را بگیرم یا دستش را. دیگری چشمانی کوچک داشت در سری کوچک و دماغی کوچک بالای دهانی کوچک با لبهایی چنان باریک که انگار با مداد کشیده شده بودند. چانه گفت میخوایم با شما صحبت کنیم آقای دین. اش از یک جهت قابل توجه بود. اولین بار بود کسی آقای دین صدایم می کرد. خوشم نیامد. صدای منو می چی شده؟ مادرم گفت مریضی بچگیش. گیش. سندشون یکم از بچه ها بیشتر نیست؟ گوش کن آقای دین. ما از شما میخواییم راجع به چگونگی مشارکتتون در ویرایش کتاب حرف بزنید. نالیدم کدوم کتاب؟ کوچکتره عرق صورتش را پاک کرد و به شلوارش مالید. بازی در نیار آقای دین شما برای ویرایش کتاب راهنمای تبهکاری تریدین زحمت زیادی کشیدین. گفتم هری وست. چی؟ کتاب راهنمای تبهکاری رو هریوست نوشته نه چانه به لبهای نازک گفت همون که از رو پل پرید پایین انداختن تمام تقصیرا گردن یه مرده نمیتونه داستانت رو تایید کنه خیلی دم دستیه خوشم نیومد گفتم قبل از اینکه چیزی مسلم بشه لازمه که ازش خوشتون بیاد قبل از اینکه فرصت کند جوابم را بدهد گفتم ببخشید احساس کردم ناهارم میخواهد بیاید هواخوری تشت را کشیدم سمت خودم و تویش بالا آوردم نوار نقره و دراز بزاق لب پایینم را به لبه تشت وصل کرد گوش کن دین اعتراف می‌کنی یا نه به تشت اشاره کردم و گفتم همین الان کردم ببین ما با هم دعوا نداریم قرار نیست به چیزی متهمت کنیم اینا فقط تحقیقات مقدماتیه میتونید به ما بگید دقیقا چطور کتاب رو ویرایش کردین؟ شما و تری کجا هم دیگر رو میدیدین؟ برادر شما با سوادترین آدم دنیا نیست آقای دین احتمالا کلی غلط املایی و دستوری و از این چیزها داشته به مادرم نگاه کردم با جوری خلصه داشت از پنجره بیرون را نگاه می کرد. ما تحقیق کردیم. ویراستار باید با نویسنده در ارتباط باشه. برادر شما همدست نداشت؟ داریم روی یه سری جنایات جدید تحقیق می کنیم. چیزی نگفتم. ولی من هم در روزنامه خوانده بودم. جنایتکارها هم مثل هنرمندها با ترکیب خیره کننده و غیر منتظره ابتکار و موفقیت وسوسه می شوند. بعد از دستگیری تری یکی دو جنایتکار جویای نام اقدام به سرقت ادبی کرده و دست به جنایاتی مشابه تری زده بودند. ولی چیزی که کم داشتند نوآوری و خلاقیت بود. وقتی جسد قهرمان شطرنج استرالیا را با یک فیل و دو سرباز در حلق پیدا کردند مردم توجه چندانی نشان ندادند چون معمور خودخوانده قانون نفهمیده بود شطرنج بازی است ورزش نیست وقتی دیدن به هیچ عنوان توان پاسخگویی به سوالاتشان را ندارم یکی از بازرس ها گفت هر وقت حالتون بهتر شد برمیگردیم آقای دین بعد از رفتنشان پدرم لخ لخ کنان با پیژامه آمد و ایستاد دم در نگاهش از من به مادرم میرفت و برعکس حالت چهرهش برایم غیر قابل درک بود. کمی ایستاد و دوباره لخ, لخ کنان رفت. محض اطلاع بگویم که تا آن موقع به نگاه یک نفر به عنوان چیزی شیطانی نگاه نکرده بودم. درست است که از من نفرتی همه جانبه داشت ولی به هر حال یک جورهایی پسرش حساب می شدم. تا آن موقع خیلی به فهرست مفتزهش فکر نکرده بودم. همینطور به این احتمال که شاید روزی جنونش او را به جایی برساند که آمدانه به من آسیب بزند. صبح روز بعد صدای نیم زمزمه قرقره مادرم را شنیدم و وقتی چشم باز کردم چمدانم را حاضر آماده کنار در دیدم. پوتین های قهوه هم, هم, در حالی که نوکشان رو به راه رو بود کنارش جفت شده بودند. مادرم که به سفیدی کاغذ شده بود داشت از بالا نگاهم می کرد. گفت به باید همین الان بری خیره نگاهم می کرد ولی نه به چشمانم به یک بخشی از صورتم شاید دماغم مثل وزق صدا کردم چی شده؟ ولی ملافه را از رویم کشید و با نیرویی که از او بعید بود بازویم را فشار داد وقت رفتن مارتی برو سوار اتوبوس شو پیشانی خیس از عرقم را بوسید خیلی دوست دارم ولی دیگه بر نگرد اینجا سعی کردم از جا بلند شوم ولی نتوانستم من و تو راه درازی با هم اومدیم من تو رو به دوش کشیدم یادته ولی این بار دیگه نمیتونم باید تنهایی راه تو بری. پاشو دیگه الان اتوبوس میره. دستانش را گذاشت پشت سرم و آرام نشاندم روی تخت. گفتم نمیفهمم. صدای پا از راه رو آمد. تخته های کف پوش جیر, جیر می کردن. مادرم دوباره ملافه را روی من داخت و پرید توی تخت تری. صورت پدرم را در درگاه دیدم و او هم مرا دید که در حالتی بین نشستن و خوابیدن روی تختم بودم. پرسید بهتری؟ سرم را تکان دادم و وقتی رفت سرم را برگرداندم و دیدم چشمان مادرم بسته است. خودش را زده بود به خواب. بعدتر فقط خاطره ای گنگ و گذرا از تمام این اتفاقات داشتم. ولی تهمانده احساسم باقی مانده بود. احساسی مثل رفتن وسط یکی از نمایش نامه های هرولد پینتر و محاکمه شدن به دست قاضی که بیدرنگ می‌گوید یا توضیح بده یا اعدام شو. مادرم هم ظاهرا هیچ چیز یادش نبود. و وقتی ماجرا را برایش تعریف کردم گفت تمام شب در تبی شدید می سوخدم و مثل روانی ها هزیان می گفتم. نمی چی را باید باور کنم. اوزا از بدتر به فاجعه رسید. گرم بود. چهل درجه. باد جنوبی سوزانی از پنجره به داخل میوزید. سعی کردم کمی از سوپ سبزیجاتی که پدرم درست کرده بود بخورم. مادرم آورده بود. دو قاشق خوردم ولی نتوانستم نگهش دارم. تمامش را در تشت بالا آوردم. سرم همین جور بالای تشت ماند. تکانش ندادم و مثل احمق ها خیره شدم به شهر فرنگ استفراقم. وسط محتویات معدم شاید وحشتناکترین ترین چیز عمرم را دیدم باید به تو بگویم که من سگی که با اره از وسط نصف شده هم دیدم این چیزی بود که دیدم دو قرص آبی درست است مرگ موش درست است مرگ موش یک مدت تلاش کردم بفهمم چطور ممکن است اشتباهی آنها را بلعیده باشم ولی از آنجایی که از زمان شروع بیماریم پایم را از تخت پایین نگذاشته بودم مجبور شدم این احتمال را حذف کنم. فقط یک جواب برایم باقی ماند. مدم مثل گیره نجاری جمع شد. فکر کردم یک دارد مسمومم میکند. هی، hey, پدرم داشت به من سم میداد. بیا بی خودی آدرس غلط ندهیم. احساسات انسان می تواند مسخره باشد. الان که به آن لحظه فکر می کنم به حسم بعد از اینکه فهمیدم ناپدریم دارد مرا آرام آرام می کشد می بینم که حس عصبانیت نداشتم. خشمگین نبودم دلم شکست درست است اینکه مردی که تمام عمرم با او زندگی کرده بودم مردی که با مادرم ازدواج کرده بود و عملا پدرم محسوب میشد داشت مرا با سم میکشت احساساتم را جریه دار کرد مسخره است تشت را انداختم زمین و استفراغ پاشید روی فرش و رو از شکاف های بین کفپوش پوش قطر, قطر پایین رفت. دوباره و دوباره نگاه کردم. هر بار هم مطمئن می شدم خیال برم نداشته. مثل دیشب نبود که مادرم به هم اطمینان داد خواب دیدم. مادرم نقش او این وسط چه بود؟ مطمئن بودم خبر داشت. برای همین از من خواسته بود فرار کنم. ولی احتمالا از ترس اینکه مبادا قاتل بفهمد میخواهم فرار کنم و در نتیجه نقشه بیرمقش را رها کند و با یک چاقو یا یک بالش بیاید سراغم فوراً از تلاشش برای فراری دادن من صرف نظر کرده بود. خدایا عجب اوضاع قاراش میشی. حفظ کردن آرامش وقتی ناپدریت قصد کشتنت را دارد عملا محال است. تماشای صورت قاتلت موقعی که دارد با نفرت و در سکوت استفراغت را رو از روی زمین جمع می کند شاید تنزی سیاه در خود داشته باشد ولی لامصب به قدری ترسناک است که دوست داری خودت را گلوله کنی و تا دوران یخبندان بعدی در وضعیت جنینی باقی بمانی نمی توانستم چشم از او بردارم کنجکاوی مریض تمام وجودم را مشغول خود کرده بود. میخواستم ببینم چه کار میکند. فکر کردم باید چیزی بگویم ولی چی؟ روبرو شدن با قاتل خودت چیز عجیبی است. دوست نداری به خاطر برداشتن باری از روی سینت مرگت را تسریع کنی ملایم و معدبانه گفت دفعه بعدی سعی کن توی تشت استفراغ کنی هیچ چیز نگفتم فقط جوری نگاهش کردم انگار قلبم شکسته وقتی رفت منطقم دوباره به خانه برگشت میخواستم چه غلطی بکنم به عنوان قربانی عاقلانه این بود که برای پیشگیری از جنایت خودم را از صحنه جنایت حذف کنم بله حالا وقت آزمایش ای بود که بر مبنای آن در موقعیت مهلک به آدم نیروهای فرا انسانی اهدا می شود. از آنجایی که بدنم به کاری نمی آمد برای فرار از آن درام خانوادگی روی میلم به بقا حساب می کردم. پایم را از لبه تخت به پایین پرت کردم و به زور ایستادم و برای حفظ تعادل دستم را به میز کنار تخت بند کردم. مدم منقبض شد و از درد به خود پیچیدم. رفتم سراغ چمدانم و دیدم که از همان دیشب بسته است. پایم را به زور در پوتین چپاندم و با تلاشی بی اندازه شروع کردم به راه رفتن. وقتی مدت ها چیزی پایت نکنی دمپایی هم حس بلوک سیمانی می دهد. از راه رو گذشتم. تمام زورم را میزدم تا هیچ سر و صدایی نکنم. از پذیرایی صدای مشاجره شنیدم. هر دو جیغ می زدند. مادرم گریه میکرد. صدای خورد شدن شیشه آمد. گلاویز شده بودند. شاید مادرم جلوی نقشش ایستاده بود. چمدان را دم در گذاشتم زمین و رفتم آشپزخانه. چه کار می توانستم بکنم؟ نمیتوانستم مادرم را در دستان روانی پدرم رها کنم. میدانستم باید چه کار کنم؟ باید پدر را میکشتم. راستش خیلی سریع تصمیم به پایان دادن زندگی پدرم گرفتم. اگر میخواستم از منوی یک رستوران غذا انتخاب کنم، بیشتر طول می کشید. به عنوان کسی که همیشه با بدبختی های عدم قدرت تصمیم گیری دست و پنجه نرم کرده بود شروعش هم از زمانی که نمیدانستم از کدام سینه مادرم شیر بخورم این تصمیم گیری سری و راستش وحشتناک به من حس ارزا کننده ای از قدرت داد. در آشپزخانه چاقو را برداشتم. بوی پیاز میداد. از لای ترک در دعوای پدر و مادرم را میدیدم. قضیه جدی بود. قبلا هم بارها مادرم را کتک زده بود. همیشه آخر شب در خلوت اتاق خوابشان. ولی بعد از سرطان گرفتنش نه. مادرم با آن حال نظارش با تمام قدرتی که داشت به پدرم چنگ کشید و در جواب مشتی خورد که او را شبیه تودهی بیشکل روی زمین پهن کرد. قدرتم جاری شد و تلو تلو خوران بهشان نزدیک شدم و تمام مدت حواسم بود چاقو را محکم در دستم نگه دارم. مرا دیدند. اول مادرم بعد پدرم. ولی توجهی به چاقویی که دستم بود نکردند. یک پر هم دستم بود برایشان فرقی نمی کرد. اینقدر درگیر کابوس دو نفرهشان بودند. مادرم شیون کنان گفت مارتین از اینجا برو. با دیدن من صورت پدرم کاری کرد که هرگز ندیده بودم یک صورت قادر به انجامش باشد. به قدر نصف اندازه طبیعیش جمع شد. مادرم را نگاه کرد و یک صندلی برداشت و کوبیدش زمین. صندلی از هم پاشید و تکه هایش اطراف مادرم پراکنده شدند. داد زدم برو کنار صدایم همزمان می شکست و می لرزید. پدرم با صدای غریبی گفت مارتین مادرم حقی هق دیوانوار سر داده بود تکرار کردم برو کنار بعد پدرم با صدایی شبیه انفجار نارنجک گفت این مادر خل و چلت داره مرگ موش میریزه تو قضات. مثل یک دیوار سر جایم ماندم گفتم تو بودی فقط غمگینانه سر تکان داد هاج واج برگشتم طرف مادرم و دیدم صورتش را با دست پوشانده اشک از چشمانش میجوشید و بدنش از حقحق حق تکان میخورد فورا متوجه شدم پدرم حقیقت را گفته پدرم به دیوار مشت زد و فریاد کشید چرا مادرم جیخ کشید بعد پدرم با مهربانی و حیرت نگاهم کرد و آه کشید. چرا مارتین؟ مادرم می لرزید. دست آزادش یک نسخه از سه فنگ داره الکساندر دوما را چنگ زد. کتابی که قرار بود برایم بخواند. با صدایی که تقریبا نمیشد شنید گفتم برای اینکه بتونه ازم مراقبت کنه مبهوت نگاهم کرد نفهمید اصلا نفهمید گفت متاسفم پسرم اولین باری بود که در عمرش به من ابراز محبت میکرد ماجرا خیلی بزرگ بود. تلو تلو خوران از آشپزخانه رفتم بیرون و از راه رو گذشتم. چمدانم را برداشتم و از در خانه زدم بیرون. اگر در وضعیت طبیعی بودم فورا متوجه می شدم که در دنیای پیرامون اتفاق بدی افتاده. گیج راه می رفتم و گرمای روز را بر صورتم حس می کردم. راه رفتم و راه رفتم. سریع. انگار جریانی قدرتمند مرا من با خود می برد. افکارم از وسط می و بعد تکثیر می شدند. عصبانیت به ترس و خشم تقسیم می شد و بعد این دو به ترحم و اشمعزاز تبدیل می شدند. قدم به قدم احساس قدرت بیشتری می کردم. رسیدم بالای تپه فارمر و بعد دیدمش. آسمان را مخروط های بزرگ دود قلیز بالا می رفتند و ردی باریک از خود به جا می گذاشتند. لایه های نارنجی محو با انگشتانی خاکستری که از افق بر می در هم می آمیختند. بعد احساسش کردم. حرارت را. مو بر اندامم راست شد زمین آتش گرفته بود حریق جنگل یک بزرگش همانطور که بالای تپه ایستاده بودم تصاویر سوزانی دیدم که همان لحظه متوجه شدم تا وقتی زنده ام در یادم خواهند ماند دیدم آتش دو شاخه شد یک شاخه به سمت خانه پدر و مادرم تاخت و شاخه دیگر به سمت زندان حرکت کرد. نمیدانم وقتی داشتم آتشی را نگاه می کردم که شهرم را در بر می گرفت چه چیزی زیر جلدم رفت ولی متقاعد شدم اینقدر توان دارم که دست کم بخشی از خانوادم را نجات بدهم. میدانستم احتمالا تری را نمیتوانم نجات بدهم و او به وضعی فجی و ناخوشایند در زندانی که پدرم در ساختش نقش داشت خواهد مرد. یک انتخاب بیشتر نداشتم. میروم و سعی می کنم مادرم را نجات بدهم هرچند که خواسته بود مرا بکشد و پدرم را هرچند که نخواسته بود مرا بکشد فصل آتش سوزی آن سال زود شروع شد. دمای افزاینده و بادهای شدید تابستانی دست به دست هم دادند تا از گسترش آتش در سرتاسر سر منطقه شمالی نیو سافس ویلز اطمینان پیدا کنند. فقط یک دم باد داغ کافی بود تا به آتشهای کوچک و تک افتاده دامن بزند و به سرعت تبدیلشان کند به جهنم هایی خشمگین و مهار نشدنی. همیشه همین اتفاق می افتد. آتش حقه های مبتکرانه ای در آستین شعله ورش دارد. اخگر به آسمان میفرستد. این اخگرها سوار باد میشوند و به قصد افروختن آتشی نو سمت مقصدی چند کیلومتر آن طرفتر حرکت می کنند. بنابراین وقتی هنوز آتش اصلی شعله میکشد، کشد بچه هایش مشغول تاختن و گرفتن است آتش احمق نیست دیوانوار تکامل پیدا می کند دود به شکل ابری مات شهر را می پوشند دویدم سمت خانه پدر و مادرم در راه از کنار درختان و تیرهای چراغ برق سقوط کرده رد می شدم آتش در هر دو سوی جاده آرام جلو می خزید. دود صورتم را می لیسید. دید صفر بود. حرکتم را آهسته نکردم. درختانی که وسط جاده افتاده بودند جلویم را می گرفتند. از لای بوته ها میان بر زدم. آسمان را نمیدیدم. دیدم پرده زخیم از دود رویش کشیده شده بود. پیرامونم فقط صدا بود، خش خش، انگار یکی داشت روی یک دست روزنامه کهنه بالا و پایین می پرید. ترکش های آتشین بر فراز درختان در پرواز بودند. غیر ممکن بود بفهمی از کدام طرف باید بروی. راهم را همراه ادامه دادم تا اینکه یکی داد زد واستا ایستادم صدا از کجا می آمد نمی توانستم بفهمم از جایی دور دست می آمد یا از داخل سر خودم صدا گفت برو سمت چپ در شرایط عادی صداهایی که خودشان را به من معرفی نمی کردند و ازم می خواستند به سمتی بروم باعث می شدند سوی دیگر را انتخاب کنم. ولی احساس کردم این صدا خیرم را می خواهد. تری مرده بود. مطمئن بودم این صدای او بود. آخرین سخنش با من قبل از اینکه به آن دنیا ره سپار شود. رفتم سمت چپ و دیدم مسیر سمت راستم غرق آتش است. در پیچ بعدی چند نفر را دیدم که داشتند به درختها آب می پاشیدند. مارهای پیتون وحشی ورم کرده ای را که از شکم دو ماشین آتش نشانی بیرون آمده بودند در دست داشتند و روی دهانشان پارچه خیس بسته بودند. من هم یکی میخواستم. بعد فکر کردم وقتی چیزی را که کس دیگری دارد نمیخواهی تقریبا دیگر هیچ موقعیتی وجود ندارد که به توانی درگیرش شوی. صدایی بلند شد. مارتین نرو اون طرف. در جواب فریاد کشیدم مامان و بابام جان و وقتی دوباره شروع کردم دویدن فکر کنم شنیدم یکیشان گفت سلام برسون. آتش را دیدم که به بستر رودی خوش گفتاد. از کنار لاشه شعله ور یک گوسفند گذشتم. باید آهسته تر حرکت می کردم. دود تبدیل شده بود به دیواری خاکستری. دیگر محال بود بفهمی آتش کجاست. ریه هایم می سخت. فهمیدم اگر هوای تازه پیدا نکنم دخلم آمده اغ زدم و دود قی کردم وقتی به کوچه امان رسیدم دیواری ناهموار از آتش صد راهم شد از لابلای آتش گروهی از مردم را دیدم که آن طرف ایستاده بودند دیوار آتش به استواری دروازه دژ بود به خاطر نور شدید چشمم را جمع کردم و دیدم دود زرد و سیاه در برشان گرفته است داد زدم پدر و مادر منو ندیدین تو کی هستی مارتین دین مارتی فکر کنم صدای مادرم را شنیدم تشخیصش مشکل بود آتش کلمات را می بلید. بعد ناگهان هوا ساکن شد. یکی جیغ زد باد. همه منجمت شدند. همه منتظر بودند ببینند این بار باد آتش را به کدام جهت خواهد برد. شعله پشتشان زبانه کشید و بلند شد و خودش را برای یورش آماده کرد. احساس آدمی را داشتم که قرار است با گیوتین ادام شود ولی امید دارد دوباره سرش را سر جایش بچسبانند. نسیمی داغ صورتم را نوازش کرد. قبل از اینکه فرصت فریاد کشیدن پیدا کنم شعله ها بر سرم آوار شدند. در یک چشم به هم زدن کلم آتش گرفت و هنوز یک ثانیه هم نگذشته بود که باد تغییر جهت داد و آتش را برد سمت آدم هایی که آن طرف ایستاده بودند. ولی این بار به راهش ادامه داد. آتش رفت ولی چشم و ریم می و از موهای سرم آتش زبانه میکشید. از درد نالیدم. لباسم را جر دادم و خودم را انداختم زمین و سرم را مالیدم به خاک. فقط چند ثانیه طول کشید تا خودم را خاموش کنم ولی در همین مدت آتش یک گوشم را بلعید و لبهایم را سوزاند. از میان پلک های ورم کردم. دیدم گرد باد سوزان به سمت آدم ها رفت. کسانی که پدر و مادرم هم بینشان بودند. و بل ایدشان. لخت و سوخته به هزار بدبختی از جا بلند شدم و زانو زدم و با خشمی جنونامیز و ناامید فریاد کشیدم. جز کسانی که در انفرادی بودند اکثر زندانی ها موفق به فرار شدند. محکومان به انفرادی در طبقه زیرین زندان بودند و فرصت نبود نجاتشان بدهند. همانطور که حد زده بودم تری مرده بود. وقتی هنوز از اینجا و آنجای شهر آتش برمیخواست رسانه ها برای پوشش خبری مرگ تریدین در زندان تعلل نکردند. دیگر هیچ چیز نبود جز تلی خاکستر. بعد از اینکه عکاسهای پلیس عکسشان را گرفتند، وارد سلول شدم. آسخانهایشان آنجا بود. تمام چیزهای خوب خاکستر شده بودند. با یک جارو و یک ماهی تابه و یک جعبه مقوایی برادرم را جمع کردم. ساده نبود. بخشی از خاکستر تری با خاکستر تخت چوبی قاطی شده بود. بیچاره تری. نمی توانستی از یک تخت تشخیصش بدهی. خیلی اندوهناک بود. اصخانها را باقی گذاشتم. بگذار دولت خاکشان کند. بقیه را بردم. همانطور که گفتم تمام چیزهای خوب خاکستر شده بودند. بیرون زندان ذرات خاکستر دیوانوار در هوا چرخ می‌خوردند و به سوی آسمان صعود می‌کردند. و وقتی باد می‌خوابید روی زمین و ماشین‌ها و روزنامه‌نگارها می‌باریدند. اخگرهای سرخ روی آسفالت داغ می نشستند. به هکتارها زمین و تپه سوخته نگاه کردم که دود ازشان بر می همه جا پر از خاکستر بود. همه خانه ها به خاکستر و خورده چیزهای سوخته آلوده شده بودند. همه بوها تلخ بودند و تمام رنگ ها کدر مادر مرد پدر مرد برادر مرد هری مرد کارولین رفت لایونل رفت شهر رفت قول هم رفت پیوند مقدس بالاخره گسست آزاد شنیدم مردی روی جزقاله های خانش کباب درست کرده خبرنگارها دورش جمع شدند به نظرشان خنده دار آمده بود طوفان شد کوتاه گروهی از بازمانده ها وسط خرابه های شهر ایستاده بودند و درباره منشأ آتش حرف می زدند. این بار از کجا شروع شده بود؟ به نظرم کار آتش افروز ها بوده. تقریبا همیشه کار خودشان است. این آتش افروز های حرامزاده چه مرگشان است؟ فکر کنم بیشتر از آن که جرسومه شرارت باشند موجوداتی هستند احمق و ملول ترکیبی مرگبار نمیدانم چه اتفاقی در کودکیشان میافتد ولی بعد از بلوغ چیزی به اسم همدلی از وجودشان رخت میبندد این آدم های احمق و ملول و ناهمدل ما را احاطه کردند. نمی از همه انتظار داشته باشیم مراقب رفتارشان باشند. همیشه باید حواس جمع باشیم. این هم یک مثال عینی. این اتفاق هر روز نمی افتد ولی مردم گاه گداری در استخر عمومی کسافت کاری می کنند. این مثال برای من گویای همه چیز است. ولی نه. بازمانده ها می گفتند این بار تقصیر آتش افروز ها نبوده. آتش از رصدخانه شروع شده. خونم یخ کرد. نزدیکتر شدم این چیزی بود که شنیدم طی این سالها رصدخانه جذابیت و در نتیجه کاراییش را از دست داده بود و روی تپه به حال خودش رها شده بود تا نابود شود صقف رصدخانه لولایی بود یکی آن را باز گذاشته بود لنز نور خورشید تابستان را در کانونش متمرکز کرده بود و تمام بنا را به آتش کشیده بود. مساعدت بات هم باعث شده بود ما به آن خاک سیاه بنشینیم. رستخانه رستخانه من رستخانه که با پیشنهاد من به وجود آمده بود دلیل مستقیم مرگ مادر و پدر و برادرم بود آخرین میخه تابوت جعبه پیشنهادات مشمعز کننده من آن جعبه لجن مالی که شهر را علیه خانواده‌ام شورانده بود و برادرم را راهی تیمارستان و بعد روانه دار و تعدیب و حالا ره سپار گور کرده بود. گور که چه ارز کنم؟ دقیق بخواهم بگویم ره سپار یک کارتون مقوایی حمل انگور بیدانه. فکر کرده بودم با رست خانه می توانم روح آدم ها را منزه کنم ولی در عوض فقط نابودیشان را سرعت دادم. باید همان موقع که برادرم به بیمارستان رفت جعبه را که مسبب رفتنش بود معدوم می کردم. یا وقتی تری جعبه را نابود کرد و بینایی تنها دوستمان را گرفت خودم باید دست به کار می شدم و تمام چیزهای مرتبط با جعبه را از بین می بردم. ای که ناگهان مرا یاد ای که در دستم بود انداخت. جعبه حاوی برادر. به هم ادامه دادم. اختار استنلی را فراموش نکرده بودم. همینطور بازرسها و عزمشان برای تحت پیگرد قرار دادن من. وقت رفتن بود. برای همیشه. زمنان دیگر اینجا چیزی نبود که بخواهم یاد بگیرم. زمان رفتن بود به سرزمینهای جدید برای تکرار عادت های قدیم. آرزوهای جدید، سرخوردگی های جدید، امتحانات و شکست های جدید، سوالات جدید. آیا خمیر دندان همه جا یک تعم دارد؟ آیا تلخی تنهایی در روم کمتر است؟ آیا ناکامی جنسی در ترکیه کمتر سراغ آدم می آید یا در اسپانیا؟ این افکار در سرم بود وقتی در سکوت شهر مرده راه می رفتم. شهر بیرویا، شهری که مثل نان تست سوخته سیاه شده بود. نمیخواهد آن را بتراشی. نجاتش نده. شهرم را پرت کن توی سطل آشغال سرطان زاست. خاکسترهای کودکیم بدل به توده های سرد می شدن. دیگر هیچ بادی نمی توانست بهشان حیات بدهد. تمام شد. دیگر هیچ کس را در این دنیا نداشتم. استرالیا هنوز یک جزیره بود ولی من دیگر اسیرش نبودم. بالاخره بی هدف روی آب رها شدم. و دریای روبرویم انتها نداشت. افقی در کار نبود. هیچ کس نمی دانست کجا می روم. کسی داستان مرا نمیدانست یا داستان برادرم را. زندگیم به حکایتی سری تنزل پیدا کرد که می توانستم آشکارش کنم یا تا پایان عمر پنهان نگهش دارم. به خودم بستگی داشت. در جاده خاکی طولانی پربادی که به خارج شهر منتهی می شد راه افتادم. احساس کسی را داشتم که از شهر بازی بیرون می رود بدون اینکه سوار هیچ کدام از وسیله ها شده باشد. درست است که همیشه از شهر و مردمان و زندگیشان نفرت داشتم ولی به هر حال کنارشان زیسته بودم. اما در جریان زندگی فرو نرفته بودم که به خاطرش پشیمان بودم. چون حتی اگر شهرمان بدترین شهر بازی دنیا بود به خاطر بیست و دو سالی که زحمت زندگی در آنجا را تحمل کرده بودم دست کم یک بار باید سوار می شدم. مشکل اینجا بود که تمام وسیله ها باعث می شدند حالت تهوع بگیرم. چه کار می توانستم بکنم؟ بعد یادم افتاد تری هنوز در کارتون است. هیچ دلیلی نداشت موقع تصمیم گیری برای عاقبت خاکستر برادر کوچک شدم دچار فروپاشی عصبی شدم. فقط میخواستم شرش را از سرم کم کنم سریع و بدون دنگ و فنگ. اگر بچه ای از کنارم میگذشت جعبه را به او می دادم. اگر یک جا تاقچه ای می میدیدم میگذاشتمش روی تاقچه و میرفتم. همین مسیر افکار را ادامه دادم تا اینکه به قدری مجذوب ایده کلی خاکستر شدم، که تشنم شد. جلوام یک پمپ بنزین بود و یک مغازه. رفتم تو. یخچال ته مغازه بود. یک کوکا برداشتم، برگشتم و دیدم روی قفسه کنار دستم شیشه های کوچک ادویه های هندی و فلفل قرمز و چاشنی های ایتالیایی چیده شده. خودم را از دید مغازدار قایم کردم و دانه دانه شیشه ها را باز کردم و نصف محتویاتشان را ریختم زمین. بعد طوری بی دقت خاکستر تری را توی شیشه ها خالی کردم که نصفش ریخت روی پایم. وقتی کارم تمام شد و بیرون رفتم خاکستر برادرم نوک کفشم بود. و بعد این تصویر تا ابد توی مخم باقی خواهد ماند با دست برادرم را از روی کفشم تکاندم و کارش را با آبی که در چاله جمع شده بود تمام کردم و آخرین باقی مانده های برادرم را شناور روی چاله کم عمق پر از آب باران به حال خود گذاشتم. خنده دار است. مردم همیشه از من میپرسند تریدین موقع بچگی چه جور آدمی بود؟ ولی هیچ کس این سؤال بجا را نکرده به عنوان یک چاله چه جور موجودی بود؟ جواب ساکن قهوهی مسی و به شکل غریبی بی انعکاز. پایان از پنجره آسمان صورتی سهرگاه را می دیدم که حیات پشتی و احتمالا دورتر دست کم تا فروشگاه را پوشانده بود. پرندگان صبح ناآگاه به مفهوم شب زندهداری جیک جیک می کردند. من و پدرم در سکوت نشستیم. هفته ساعت حرف زدن و بازگو کردن تقریبا تمام دقایق 20 سال اول زندگیش رمقش را کشیده بود. گوش کردن هم همین بلا را سر من آورده بود. نمیدانم کداممان خسته تر بودیم. ناگهان پدرم سر حرف را باز کرد. هی، hey, حدس بزن چی شده؟ چی شده؟ خون خشک شده. خون؟ کدام خون؟ آهان من دعوا کرده بودم نه؟ بچه ها تا میخوردم کتکم زده بودند. به صورتم دست زدم. چیزی خشک و سفت روی لب پایینم بود. دویدم سمت آینه دستشویی تا ببینم. اوه بله یک جایی وسط داستان پدرم خون روی صورتم سیاه و لخته شده بود. چندشم شد. پس از مدت ها لبخند زدم. شاید از خیلی پیش از شروع داستان پدرم این کار را نکرده بودم. پدرم از اتاق داد زد. میخوای قبل از اینکه صورت تو بشوری ازت عکس بگیرم؟ گفتم نه جایی که این ازش بیرون اومده به اندازه کافی خون هست. گل گفتی. گوشه حوله را زیر آب گرم گرفتم و گذاشتم روی خون خشک شده. وقتی صورتم را می شستم و آب خون سیاه را قرمز می کرد به داستان پدرم فکر کردم. داستان تریدین. به نظرم آن اندازه که آدم باید از یک تکگویی هفته ساعته بفهمد چیز زیادی از اموتری دستگیرم نشد. بیشتر کمکم کرد پدرم را بشناسم. این احساس ناخوشایند را داشتم که شاید تک تک کلماتی که به زبان آورد راست بوده باشند. قطعا خودش به هر چه گفته بود باور داشت. در مرد سی و دو سالهی که روح سی و دو سالش را در دهان یک بچه میگذارد چیز آزار دهنده ای وجود دارد. حتی اگر آن بچه بچگی خودش باشد. آیا پدرم یک آنارشیست هشت ساله بود یک مردم گریز نه ساله یا پسر بچه داستان بازآفرینی ناخداگاه بود یک مرد با تجربه یک مرد از دنیا که سعی می کند در زندگی کودکیش معنایی پیدا کند و تمام مدت تلاشش این است که همه افکار و بینش هایی را که واقعا در زندگیش تجربه کرده از بین ببرد شاید به هر حال خاطره شاید تنها چیز روی زمین باشد که ما می توانیم آن را به نفع خودمان دستکاری کنیم. به این منظور که وقتی به عقب نگاه کردیم به خودمان نگوییم عجب عوضی بیشرفی ولی پدرم از آنهایی نبود که خاطراتشان را لفت و لعاب میدهند دوست داشت همه چیز را در حالت طبیعیش حفظ کند از موها تا گذشتش برای همین می هرچه هر چه به من گفت حقیقت داشت و به همین دلیل است که هنوز هم وقتی یاد افشاگری بهتاور بعدیش میافتم به هم می ریزم حقایقی حیرت انگیز درباره مهمترین زنی که هیچ وقت در زندگیم حضور نداشت مادرم پایان قسمت دهم. دو داشتم دوشی چهل و پنج دقیقه ای می گرفتم. میدانستم دارم ظلمی نابخشودنی به محیط زیست می کنم ولی در نیو ساینتیست خوانده بودم چند میلیارد سال دیگر جهان در حال انبساط به حد اکثر ظرفیت اتساعش می رسد و دوباره مثل یک کش سر جای اولش برمیگردد. زمان به عقب میچرخد چرخد و بنابراین آب نهایتا دوباره به دوش باز می گردد. پدرم داد زد جسپر داش یادم میرفت من تو همومم میدونم میدونی امروز چندمه نه حدس بزن دوم دسام نه هفدهم می باورم نمیشه یادم رفت بجنب هفته می تولد مادرم نمیشد دلیلش را توضیح داد ولی پدرم هر سال برایش هدیه می برد. باز هم به دلیلی توضیح ناپذیر از من می خواست که بازش کنم. هیچ وقت نفهمیدم باید تشکر کنم یا نه. اغلب یا کتاب بود یا شکلات و بعد از اینکه بازش می کردم و چیزی شبیه بد نیست می گفتم به من پیشنهاد می داد هدیه را به خودش بدهیم که معنایش رفتن به قبرستان بود. پدرم امروز صبح به خاطر اینکه اهمیت این روز به خصوص را فراموش کرده بود دور خانه می دوید تا یک چیزی برای کادو کردن پیدا کند. آخر سر یک بطر برندی پیدا کرد که تهش دو قلوب باقی مانده بود. وقتی داشت کادویش می کرد بغلش ایستاده بودم. و چند لحظه بعد با اشتیاق آن را به من داد. کاغذش را باز کردم و گفتم بد نیست. مادرم در قبرستان یهودی ها دفن شده بود. احتمالا به خاطر پدر بزرگ و مادر بزرگم. نمیدانم اطلاع دارید یا نه مذهب یهود از شما می خواهد تا یک قلو سنگ قدیمی روی قبر عزیزانتان بگذارید. هیچ وقت دلیلی ندیدم تا با سنت های کوهن و مسخرهای مثل این مخالفت کنم. بنابراین رفتم بیرون و فکر کردم مادرم ممکن است چه جور سنگ کسیفی را به عنوان نشانه علاقه من به خودش بپذیرد. وقتی بالاخره به قبرستان رسیدیم نتوانستیم قبر را پیدا کنیم. مار سنگ های خاکستری گیجمان کرد. ولی آخر سر او را سر جای همیشگیش پیدا کردیم بین مارتا بلکمن که 98 سال آزگار نفس کشیده بود و جاشوا ولف که قلبش ناجوان مردانه در دوازده سالگی از تپیدن ایستاده بود. به تکه سنگی که اسمش روی آن حک شده بود خیره شدی. آسترید نه از اسم فامیل خبری بود و نه از تاریخ تولد و وفات. اسمش که تک و تنها روی سنگ قبر بود به اندازه جلت ها سکوت حرف میزد. سعی کردم زندگی با حضور مادرم تصور کنم. نتوانستم. مادری که برایش سوگواری می کردم بود از خاطرات مصنوعی عکس های بازیگران زن فیلم های سامت و تصویر گرم و دوست داشتنی کهن الگوی مادر. مادرم دائم از این شکل به آن شکل در می آمد. تصویری مدام در حال حرکت. پدرم که کنار دستم ایستاده بود جوری خودش را بالا و پایین می کرد انگار منتظر نتیجه یک مسابقه است. آمد جلو و برگ های ستاره شکل پاییزی را از روی سنگ کنار زد. نگاهش کردم به پایش نگاه کردم و داد زدم هی hey! وحشت زده رو کرد به من و داد زد تو قبرستون یه حد داد نزن کفن دزد. میخوای منو از ترس بکشی؟ اشاره کردم به پایش و داد زدم پات کفشش را به دنبال کسافت سگ برانداز کرد تو روش وستادی؟ نه ایستاده بود دقیقا روی مادرم ایستاده بود هر احمقی می توانست ببیند واسطادی رو قبرش برو کنار ببینم بابا خندید ولی حرکتی نکرد دستش را گرفتم و کشیدم زد زیر خنده او بی خیال جسبر اون اینجا نیست یعنی چی اینجا نیست؟ اینجا دفن نشده. منظور چیه؟ منظورم اینه که یه تابوت این زیر هست ولی خالیه. بدتر اینجاش میدونی کجاست؟ واسه دفن یه تابوت خالی همونقدر ازت پول میگیرن که واسه یه تابوت پر. فکر میکردم بر اساس وزن حساب کتاب میکنن ولی ظاهرا اینطوری نیست. مبهوت چهره افسردهش را نگاه می کردم. داشت سر تکان می داد. برای پول از دست رفتهش ازاداری می کرد. مادر من کدوم گوریه؟ بابا برایم توضیح داد مادرم در اروپا مرده. چیز بیشتری نگفت. قبر را به خاطر من خریده بود تا بتوانم سر مزار مادرم سوگواری کنم. کجا می توانستم این کار را بکنم؟ سینما؟ طی تمام این سالها وقتی صحبت به مادرم می کشید پدرم فقط می گفت او مرده و مرده هم نمی تواند برای تو شام درست کند. الان باورم نمی شود چطور توانسته بودم تا این حد کنجکاویم را سرکوب کنم. فکر کنم از آنجایی که پدرم دوست نداشت درباره او حرف بزند مرا هم متقاعد کرده بود انگولک کردن زندگی های تمام شده کار زشتی است. مادرم موضوعی بود که گذاشته بود در بالاترین قفسه دور از دسترس سوالات این قضیه را اجبارا پذیرفته بودم اینکه تحت هیچ شرایطی درباره نابودی کسی که قرار است نابود نشدنی باشد سوال نکنم ولی حالا بعد از افشای این حقیقت که تمام این مدت برای یک چاله خالی سوگواری کرده بودم عصبانیتم تبدیل شد به کنجکاوی سوزان وقتی داشتیم با ماشین از قبرستان برمیگشتیم خانه به او گفتم اگر اینقدر بزرگ شدم که در نه سالگی سوگواری کنم اینقدر بزرگ شدم که چیزهایی درباره مادرم بدانم. بابا گفت اون زنی بود که یک زمانی می دیدمش. فقط یه زن ازدواج نکرده بودین؟ چرا؟ ازدواج کرده بودیم. خب دوستشم هم داشتی؟ نمیدونم جواب این سوال و چی باید بدم جسپر. واقعا نمیدونم. سعی کن. نه. آخر شب صدای چکش شنیدم و رفتم. دیدم پدرم دارد جلوی آینه دستشویی یک پرده نصب می کند. چی کار می کنی؟ گفت. یه روز بابت این کارم ازم تشکر می کنی. بابا راجه به مامانم به هم بگو چه جور آدمی بود؟ هنوز از کلت نرفته بیرون؟ نه. بابا چکشکاریش را تمام کرد و میل پرده را گذاشت و یک پرده کشید جلوی آینه. برای چی آدم موقع مسواک زدن باید خودش را نگاه کنه؟ مگه نمیدونه دندوناش کجان؟ بابا چیه خدایا چی میخوای بدونی اطلاعات واقعی استرالیایی بود نه اروپایی دقیقا کجای اروپا دقیقا نمیدونم مگه میشه ندونی حالا چی شد یهو اینقدر به مادرت علاق من شدی نمیدونم فکر کنم احساساتی شدم گفت خیلی خوب من نشدم. و تصویری آشنا به من نشان داد. پشتش. طی چند ماه زور زدم و جان کندم و چلاندم تا ذره ذره این اطلاعات پراکنده را به دست آوردم. مادرم از بعضی زوایا زیبا بوده. اهل سفر بوده و همانقدر بدش می آمده عکسش را بگیرند که مردم دیگر بدشان میآید پولشان را بگیرند. به خیلی از زبانها راحت حرف میزده و زمان مرگ بین 26 تا 35 سال داشته و با اینکه آستریت صدایش میکردند به احتمال قوی اسم واقعیش نبوده. یک روز گفت: راستی، از ادی متنفر بود. ادی رو میشناخت؟ با ادی هم همون دوران آشنا شدم. تو پاریس؟ بیرون پاریس. بیرون پاریس چی کار میکردین؟ کارای معمولی قدم میزدیم. ادی بهترین دوست پدرم یک مرد تایلندی بود که سیبیلی بد ترکیب داشت و انگار هیچ وقت پیر نمیشد. وقتی کنار پدرم می ایستاد کسی فکر نمی کرد با هم دوستند. بیشتر شبیه دکتر و مریضش بودند. حالا می دانستم برای به دست آوردن اطلاعات باید بروم سراغ ادی. پیدا کردنش کار ساده ای نبود. مرتب و بی توضیح سفر خارج میرفت و نمی برای تجارت می رود یا تفریح. بیقراری یا نسل کشی یا فقط به خاطر روکم کنی. ادی به شکل سریحی غیر سریح بود. هیچ وقت تا آنجا پیش نمی رفت که مثلا به تو بگوید برای دیدن اقوامش به استان چیانگ می تایلند می رود. اگر خیلی اصرار می کردی می پذیرفت رفته بوده آسیا. شش ماه صبر کردم تا بالاخره سر و کله ادی پیدا شد. در این مدت فهرستی از سوالات آماده کردم و بارها و بارها مصاحبم را با او در ذهنم مرور کردم. همراه جواب ها. انتظار داشتم هرچند که بعدا فهمیدم بی خود یک داستان عاشقانه غمانگیز بشنوم که در آن مادر قدیسم در سناریوی رومئو و جولیتوار خود را در راه عشق فدا می کند. تصور میکردم این دو عاشق نگون تصمیم گرفتند با هم به زندگیشان پایان دهند ولی پدرم در آخرین دقیقه زیر قولش زده. بالاخره یک روز که داشتم در دستشویی جلوی پرده کشیده آینه مسواک میزدم صدای احساساتی ادی به گوشم خورد. مارتی اینجایی؟ من دارم با یه خونه خالی حرف میزنم؟ دویدم توی پذیرایی. ادی گفت تشریف آوردن. و قبل از اینکه که بتوانم بگویم خواهش میکنم نکن مثل همیشه دوربین نیکونی را که از گردنش آویزان بود بالا آورد و از من عکس گرفت. ادی دیوانه عکاسی بود و هر پنج دقیقه یک بار ازم عکس میگرفت رسما همه فن بود در حالی که یک چشمش به ویزور نیکون بود می توانست همزمان سیگار بکشد و از ما عکس بگیرد و موهایش را هم صاف کند همیشه می گفت خوب افتادی و راهی برای رد ادعایش نداشتم چون هیچ وقت عکس ها را نشانم نمیداد. نمیدانستم عکس ها را ظاهر می کند یا نه. اگر توی دوربینش فیلم نبود هم من خبر نداشتم. این فقط یکی از جنبه های شخصیت مرموزش بود. او هیچ وقت درباره خودش حرف نمیزد. هیچ وقت نمی گفت روزش را چه کار کرده. حتی نمیدانستی روزی داشته یا نه. او بدن بود و روح جدا از هم. بابا چطوره؟ هنوز زنده است؟ تو مادر منو میشناختی ادی؟ آسترید آره بابا میشناختم. حیف شد نه؟ نمیدونم واقعا. منظورت چیه؟ راجه بهش به هم بگو. باشه. ادی ولو شد روی کاناپه و روی کوسن بغل دستش ضرب گرفت. من هم بیخبر از اینکه چه مکالمه ناخوشایندی انتظارم را می کشد با هیجان نشستم کنارش. یادم رفته بود ادی بدترین قصه گوی جهان است. شروع کرد. تو پاریس دیدمش. همراه پدرت. فکر کنم پاییز چون برگا قهوه‌ای بودن. به نظرم اسم آمریکایی پاییز قشنگتره. فال. من خودم این دومی رو ترجیح میدم. بهار رو هم دوست دارم. تابستون فقط سه روز اولش رو میتونم تحمل کنم. بعدش دنبال یه فریزر میگردم توش قایم شم. ادی آخ ببخشید هاشیه رفتم. یادم رفت حسم رو نسبت به زمستون بهت بگم. مادرم. باشه. مادرت. زن زیبایی بود. فکر کنم فرانسوی نبود ولی شبیه فرانسوی ها بود. زنهای فرانسوی کوچولو و لاغرن. بابا گفت تو مادر منو تو پاریس دیدی؟ درست میگه پاریس بود. دلم برای پاریس تنگ شده. میدونی تو فرانسه وقتی از چیزی حالشون به هم میخوره یه کلمه دیگه میگن؟ نمیتونی بگی اه. هیچ کس نمیفهمه منظورت چیه. باید بگی برک. عجیبه. وقتی یه جا درد میگیرم هم همینطوره. باید بگی آی. نه آخ. بابای من تو پاریس چیکار کار میکرد؟ اون روزا هیچ کاری نمی کرد. درست مثل حالاش که هیچ کاری نمی کنه. فقط اون موقع به فرانسوی هیچ کاری نمی کرد. خب کار خاصی نمی کرد. یه چیزایی توی دفترچه سبز می نوشت. اما تمام دفترچه یادداشتای بابا سیاهن. همیشه یه جور می خره. نه. این یکی رو مطمئنم سبز بود. میتونم با چشم ذهنم ببینمش. چقدر حیف که نمیتونم تصاویر چشم ذهنم و نشونت بدم. خیلی شفاف و واضحاً لام از کاش میشد تصاویر چشمای ذهن همه رو انداخ روی پرده و بیلیت فروخت. به نظرم ارزش واقعی یا آدم همون مقداریه که از بقیه انتظار داری بابتش پول بدن. از روی کاناپه بلند شدم و گذاشتم ادی تنهایی به حرفهایش ادامه بدهد. رفتم و دم در اتاق پدرم ایستادم و مثل احمقها به هرج و مرج و بینظمی وسیعی خیره شدم که شاید شاید هم نه داستان مخفی زندگی مادرم را در ورقهای دفترچهی سبز پنهان کرده بود. در حالت عادی وارد اتاق پدرم نمی شود. به همان دلیلی که هیچ کس وارد توالت نمی شود تا با کسی که آنجا نشسته گپ بزند. ولی این دفعه قضیه اینقدر اهمیت داشت که قانون شخصیم را بشکنم. داخل اعما و احشای باز پدرم قدم گذاشتم. طوفان شن زوز کشش. همین که می توانست آنجا بخوابد کاری می کرد کارستان. کارم را شروع کردم. اول باید از میان تل روزنامه های زرد شده عبور می کردم که از آرشیو کتابخانه های عمومی چیزی کم نداشت. توده های روزنامه تمام اتاق را فرش کرده بودند. روی روزنامه ها و چیزهایی راه رفتم که فقط می تصور کنم از سسل آشغال یا دهان مردم بیرون کشیده. چیزهایی پیدا کردم که فکر می کردم مدتها پیش گم شدند. سس گوجه فرنگی، خردل، تمام قاشقهای چای خوری و سوپ خوری و بشقابهای بزرگ. یکی از کشوها را باز کردم و زیر توده های لباس اولین دسته دفترچه ها را دیدم. بیشتر از 100 تا. همه اشان سیاه بودند. سیاه سیاه سیاه. در کشوی دوم 100 تای دیگر پیدا کردم. این بار هم متاسفانه همه سیاه. رفتم توی کمد. خیلی جادار بود. یک دسته مجله پیدا کردم ولی وقت زیادی صرفشان نکردم. پدرم چشم تمام عکس‌ها را درآورده بود. سعی کردم خیلی به دلیلش فکر نکنم. یک نفر می تواند مجله بخواند و فکر کند عکس ها دارند گستاخانه نگاهش می کنند و تصمیم بگیرد چشمشان را با قیچی درآورد این طور نیست بی خیالشان شدم و بیشتر عمق کمد را جستجو کردم کمد خیلی عمیقی بود یک جعبه پیدا کردم که داخلش باز یک عالم دفترچه بود به علاوه چشم هایی که از مجله ها قیچی شده بود. وقتی بین دفترچه ها جستجو می کردم با بیرحمی نگاهم می کردند و انگار با دیدن من گشاد می شدند. زیر مقوای ته جعبه پیدایش کردم. دفترچه سبز را. برش داشتم و از اتاق خفه کنندش فرار کردم. ادی هنوز داشت با خودش حرف میزد. رفتم اتاق خودم تا دفترچه سبز را بخوانم. لبه صفحه ها خورده شده بود. دیدم در بعضی صفحه ها جوهر پخش شده ولی نه آنقدر که نشود متن را خواند. دستخط از ریز و پاکیزه بود تا درشت و خرچنگ قورباغه نوشته ها در بعضی فصل ها مورب می شدن. انگار پشت یک شطور یا روی دماغه یک کشتی طوفان زده نوشته شده بودند. بعضی ورق ها از شیراز جدا شده بودند و وقتی دفترچه را بستم مثل چوق علف، از لابلای صفحات زدن بیرون. یک صفحه عنوانی داشت به فرانسوی. اول فکر کردم معنایش بدبختی های کوچک است. ولی کم و بیش معنایش چنین چیزی بود. رنجش های خورد زندگی انسان. به هم حس بدی داد هرچند برای شنیدن داستان چگونه به وجود آمدنم آمادم کرد. داستانی که در دفترچه زیل نقل شده بود. کل دفترچه را عینا برایتان بازنویسی می کنم که بخوانید. رنجش های خورد زندگی انسان یازده می پاریس بهترین شهر برای تنها و بدبخت بودن. لندن برای آدمی مغرور و بی ارزه زیادی عبوس و بیرحم است. آه لندن تو ای شهر مهیب تو ای ابر سرد خاکستری تو لایه تا زمین رسیده مه تو ناله متراکم تو بارش افسوس و حسرت تو استخر کم ژنهای جنهای گوناگون تو شهر پیشه ها تو امپراتوری سرنگون تو شهر صفحه سه درسی از لندن جهنم داغ و سوزان نیست سرد و خاکستری است و روم پر از متجاوزان جنسی که خانه پدر و مادرشان زندگی می کنند ونیز پر از توریست هایی به بلاحت معتقد ها که به کبوترهای ایتالیایی غذا می دهند ولی به کبوترهای شهر خودشان محل نمیگذارند. آتن همه جا پر از پلیس های اسب سواری که فقط زمانی می ایستند که اسبشان بخواهد روی خیابان سنگ فرش پشکل بیاندازد. پشکل اسب با چنان حجم غریبی همه جا حضور دارد که فکر می کنی ملینی بهتر از کاه روی زمین پیدا نمی شود. اسپانیا خیابانها بوی جورابی میدهند که در ادرار سرخ شده باشد و یک عالم کاتولیک که با دومی تعمید داده شدند. هرچند مشکل اصلی اسپانیا این است که آتشبازی های مدام عصابت را خورد می کنند. بوی گند شهوانی جشن های پر از انفجار نمک به زخم تنهایی می پاشد. ولی پاریس زیبا فقیر زشت متمول، وسیع، پیچیده، خاکستری، بارانی و فرانسوی زنهای باور نکردنی میبینی چترها، گداها، خیابانهای مشجر، دوچرخه ها، منارهای کلیسا، آفریقایی گمبت های قمفزا، ایوان ها، گلان های شکسته. بینزاکتی هایی که تا ابد تنین میاندازند، آبرهای بی هدف، باق های شاهانه، درختان سیاه، دندانهای خراب، فروشگاه های شیک، هنرمندان معترض، راننده های ناشی، توالت های پولی، بوهای مرعی پنیر، روسری های بامزه، سایه های بوهای تن در مترو، قبرستان های مد روز، های خوش سلیقه، نورهای فیلتر شده، زاقه ها، دوده، اشتیاق، تیرهای چراغ برق هنرمندانه، خلط رنگارنگ سیگاری های منفعلی که فرقی با دودکش ندارند. چهره های سنگی و مجنون در کافه های روباز، یقه های بلند، شکلات داغ، تندیس های گوتیک تزینی، کلاه مخملی، گربه های نحیف، جیبورهایی که با اندرونه براق توریست های پولدار آلمانی فرار می کنند. بناهای بزرگ فالیک در میدان و فروشگاه های ادوات آمیزشی. این شایعه نیست. پاریسی های متکبر و از خود متشکر در کافه ها پا روی پا می اندازند و بی دعوت فلسفه می بافند. ولی چرا هر وقت یکی را می بینم که مشغول بحث اساسی فلسفی است، یاد سک هایی می که یک نفر لباس تنشان کرده؟ آخرین کارت پستال کارولین همراه هم است. کارولین همیشگی. من در پاریس هستم. و یک آدرس جایی کثیف در خارج شهر. به آنجا می روم و به اون می گویم برادرم مرده مردی که دوستش داشت و بعد ولی فعلا نه. اعلان عشق ناشیانه شدیدن خطر قلبی دارد. آیا باید ببینمش؟ باید صبر کنم؟ مشکل بیشتر آدم ها این است که هیچ وقت از وسط نصف نشدند. نه واقعا. نه درست از وسط مثل من. هرگز خودشان را ریز ریز نکردند. هرگز به حرف دو شق متخاصم که هر دو متقاعد کننده و قرین به حقیقت هستند گوش نکردند و نفهمیدند. وقتی مغز و جسمت هر کدام دو چیز میخواهند که یعنی چهار ایده گریز ناپذیر چه معنایی دارد نمیدانستم میخواهم مشخصا به کارولین برسم یا به کسی که مرا پیش از پنج دقیقه قبل میشناخت چهارم ژوئن امروز صبح از صدای خنده بچه ها بیدار شدم. از ترس مردم. حتی بدتر توانستم تصمیمی را که در طول شب در ذهنم شکل گرفته بود پیدا کنم. امروز مارتین دین می سراغ کارولین پاتس و اظهار عشق می کند. عشق و سرسپردگی جاودانه در رخت خواب دراز کشیدم دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. فکر کردم چطور تمام تصمیمات سرنوشت سازم دستوری بودند از طرف بالاترین طبقه نظام کاستی وجودم. وقتی رئیس دستورات را صادر کند چه کاری از من برمی آید؟ دوش گرفتم، ریش زدم، شراب بیات خوردم و لباس پوشیدم. در سر دو خاطره تکه پاره از کارولین. اول لبخندش. البته نه صورت خندانش فقط یک لبخند مثل یک دندان مصنوعی معلق. دوم، بالانس زدنش. دامن شطرنجی آویزان روی زیر بغل. نمیدانم چرا عملی چنین معصومانه و کودکانه باعث میشد احساسات خشنی درونم بیدار شود. رفتم به شکم شهر بعد هم مترو سواری خفه کننده به بیرون از پاریس چهار تا آدم دیدم با قیافه شبیه اسب یک کل خر چارده ساله که سعی کرد جیبم را بزند و باعث شد بفهمم نمیدانم معادل هوی در زبان فرانسه چیست بالاخره نشستم روی دیوار سنگی کوتاهی جلوی ساختمانی با یک آلم پنجره که انگار تا ابد پردههاشان را کشیده بودند. باورم نمیشد خانه عشقم در چنین آپارتمان چرکی باشد. فرمانده که حس کرد دارم این پا و آن پا می کنم در گوشم جیغ کشید و من هم رفتم سمت در و در زدم. با اینکه فرمانده دستور نداده بود لب پایینم را گاز گرفتم. دستگیره در آرام و بی احساس چرخید تا رنج معصومانه را به تأخیر بیاندازد. بالاخره در باز شد و زنی که طول و ارزش یکی بود آمد بیرون. رسما مربع بود. وی فرانسوی از لحاظ دستوری صحیح را به انگلیسی سلیس ترجمه کردم و گفتم کارولین پاتس هست اینجا؟ زن به فرانسوی چیزهایی بلغور کرد و سرتکان داد. کارولین دیگر آنجا نبود. و موسیو پاتس مرد کور گیج و منگ نگاهم کرد. کور چشم نه ابلهانه تکرار کردم بی چشم. فکر کردم خب می توانم بیایم و بالشش را بو کنم. سلام صدایی از پنجره بالا سرم آمد. یک صورت آسیایی از پنجره آویزان بود و دنبال آشنا می گشت. صورت گفت سب کن و بدو آمد پایین. دنبال دختره و مرد کور میگردی؟ آره من ادی هستم خب هیچی دختره یه ماه پیش از اینجا رفت بعد اینکه مرد کور مرد مرد؟ مطمئنی؟ معلومه که مطمئنم تو خاک سپاریش هم شرکت کردم اسمت چیه؟ مارتین چرا مرد؟ همیشه از پنجره خونم نگاهشون میکردم. هر روز دختره میبردش مغازه. دستشو میگرفت تا یه وقت تو چاله چوله نیفته. ولی یه روز خودش تنهایی رفت. فکر کنم راهشو گم کرد. چون رفت وسط خیابون و واستاد. ماشین بهش زد؟ نه، سکته کرد. توی قبرستون محلی دفنش کردن. میخوای بری سر خاکش؟ میتونم ببرمت. دگمه کتش را بست و گفت بیا بریم. دو دل بودم. رفتارش زیاد عادی نبود. دستانش را با زرافت تکان میداد و صدایش لحنی آشتی جویانه داشت. انگار دعوا کرده بودیم و حالا میخواست از دلم در بیاورد. با ملایمت پرسید بریم دوست مرحومتو ببینیم. و من فکر کردم از این آدم خوشم نمی آید. نه اینکه دلیلی برای این حسم داشته باشم ولی خب که چی؟ کسانی که حتی قادر نبودند مرا از بین ردیف مزنونین پلیس انتخاب کنند هم دوستم نداشتند. زیرا آسمان خاکستری در سکوت مطلق در جادهی به همان رنگ به سمت بالای تپه رفتیم. با قبرستان فقط صد متر فاصله داشتیم. جایی مناسب برای مردن. روی سنگ قبر فقط اسمش بود و تاریخ تولد و مرگ و دیگر هیچ چیز. نه لطیفهی، نه جملهی، هیچ چیز. در فکر بودم لایونل آنن مرده یا اینکه موقع کشیدن نفس آخر به چیز مسخری مثل اینکه باید شیر بخرد فکر می کرده. بعد به تمام مرگ هایی که دیده بودم فکر کردم. اینکه هری مرگ خودخواسته را انتخاب کرد و تری احتمالا از مرگ خودش جا خورد و والدینم که مرگ به شکل قافلگیری ناخوشایند گریبانشان را گرفت. قافلگیری شبیه پیدا کردن قبضی داخل صندوق پست که فکر می کردی قبلا پرداختش کردی. ادی مرا به صرف شراب داغ دعوت کرد خانش. خانه کم احساسیش بوی عجیبی میداد ترکیب بوی پوست پرتقال سوخته و بوی گونه پیرزنی که در یک دور همی خانوادگی مجبور به بوسیدنش میشوی ساندیویچ و شراب داغ خوردیم ادی از آن آدم هایی بود که می توانند تمام زندگیشان را ماهرانه در کمتر از یک دقیقه خلاصه کنند. متولد تایلند فارغ و تحصیل پزشکی بدون سابقه تبابت سفر به جاهای مختلف حالا هم مشغول تجربه پاریس چیزی نداشتم بگویم مکالمهمان مثل آب سیفون راهی چاه توالت شد جوری به من زل زده بود که یک لحظه احساس کردم چشمانم آینه جیبی هستند و او دارد موهایش را در آنها نگاه می کند. زود شب شد. اعصابم خورد بود از اینکه چراغ های خانه را روشن نمی کند. یک نگاه به کلید برق انداختم ولی از ترس اینکه مبادا این احمق شادی خفه سایه ها را ترجیح بدهد از جایم تکان نخوردم. بالاخره دستش را برد پشتش و چراغ را روشن کرد. لامپ کوچکی روشن شد و کم کم در چشمانم بزرگ شد. گفت پس امروز حالت گرفته شد. آره فکر کردم دختره اینجاست. از خنده پیچ و تاب خورد. خنده ای شبیه نقص مادرزادی. منظورم مرگ دوستت بود. آها آره اونم بود. دختره رو دوست داری؟ یه دوست قدیمیه. همشهری هستیم. استرالیا؟ جوری با بی تفاوتی اسم کشورم را آورد انگار چیزی کهنه بود که مدتها پیش دورش انداخته. گفتم آها و او باز هم شروع کرد سوال کردن. پاریس چه کار داشتم؟ چه مدت می مانم؟ کجا زندگی می کنم؟ کار می کنم؟ چرا نمی کنم؟ و از این قبیل. گفت هر کاری از دستش بر بیاید حاضر است برایم بکند. پول یا شغل یا جایی برای سکونت. تشکر کردم و گفتم دارد دیر می شود. اشکالی نداره ازت عکس بگیرم؟ بله. بی خیال. با لبخند گفت این سرگرمیش است. اطراف اتاق را نگاه کردم شاید شاهدی برای ادعایش پیدا کنم شاید یک عکس ولی دیوارها لخت بودند به آن یکی اتاق رفت تا دستگاهش را بیاورد اسمی که روی دوربینش گذاشته بود و شنیدنش باعث شد یخ کنم چون هر بار کسی کلمه دستگاه را به کار میبرد، یک گازنبور براق عظیم جلوی چشمم میآید که از نوکش خون می چکد. فکر کنم دیگه باید برم. با لبخندی ثابت شبیه نقاشی یک پنجره بسته گفت فقط یه عکس کوچولو زود می گیرم. وقتی داشت بسات عکاسی را راه میانداخت تقریبا مطمئن بودم از من خواهد خواست لباسم را در بیاورم تمام مدتی که داشت از من میپرسید چه کاری برایم از دستش بر می آید منظورش این بود که راضیم کند لباسم را در بیاورم نه خودش درش بیاورد یک چراغ دیگر روشن کرد یک لامپ تکی که سه میلیارد وات قدرت داشت و او از من روی صندلی ایستاده در حال کت پوشیدن و موقع بیرون رفتن از در عکاسی کرد فردا شبم بیا باشه دروغ گفتم و با عجله بیرون رفتم و در راه خانه برای واپسین خداحافظی با لایونل سری به قبرستان زدم و سعی کردم آنجا موقر باشم و احساس پشیمانی غم فقدان کنم. نفس عمیقی کشیدم. فایده نداشت. هیچ حسی نداشتم. به جز نفرت تمام و کمال از خودم. اینقدر دفع الوقت کرده بودم که هر چرا ممکن بود نقطه عطفی در زندگیم باشد از دست داده بودم. هزار میلیارد بار تجدید دیدارمان را در ذهنم ساخته بودم. کارولین نقطه کانونی بودن من در اروپا بود یا راستش دلیل زنده بودنم و نجاتم از ترس و بی تصمیمی. دلم برایش تنگ شده. بر اثر خشمی عمیق به سنگ قبر لگت زدم ولی بعد یاد لایونل افتادم. سعی کردم غمگین باشم ولی در قلبم جایی برای سوگواری لایونل باقی نمانده بود بیش از حد سوگوار عشق بودم صدای پایی بر روی علفها در احترام بدون احساسم برای دوست قدیمی وقفه ایجاد کرد ادی ته قبرستان خیره دست در جیب. خودم را زدم به آن راه و با عجله رفتم توی شب. در حال فکر کردن به گازم بر. دوباره من نمیتوانم تظاهر کنم از بدبختی های بقیه خوشحال نمی شوم چون می شوم. از مرگ یا بیماری نه. مثلا وقتی تلفن عمومی سکه یکی را میخورد و بوغ آزاد نمیزند از خنده میمیرم می توانم تمام روز به و مشت زدن ملت را به تلفن تماشا کنم. یک جای فوق برای فکر کردن پیدا کردم. داخل کلیساهای سرد و تاریک پاریس. البته که معتقدانی به بلاحت وطن پرست ها سعی می کنند سر حرف را با آدم باز کنند. ولی وقتی خدا را مخاطب قرار میدهند این مکالمات بی صدا می شوند. احمقانه است فکر می کنیم خداوند فقط وقتی صدای افکارمان را میشنود که او را به اسم صدا میزنیم. و نه وقتی که مشغول افکار پلید روزمره من هستی. مثلا اینکه امیدوارم همکارم زود بمیرد تا دفترش مال من شود چون از اتاق کار من خیلی بهتر است. معنای ایمان برای ما این است که تا وقتی از خالق دعوت نکنیم به زمزمه های ذهن ما گوش نمی کند. کافه جیتان ماها از آخرین نوشته گذشته. دیوانه از تنهایی، دیوانه از ناتوانی در تصمیم گیری، دیوانه از چشمان خیالی. روزها پر شدند با قدم زدن، فکر کردن، خواندن، خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و سعی برای باز کردن قفل زندگی. ولی سخت است وقتی تو اسلحه بی مصرفی هستی که از تمام جنگ ها باقی مانده. امیدوارم در آینده دوباره از چنین بدبختی هایی رنج نکشم. بدتر از این نمیتوانم چیزی را تصور کنم. نه اینکه با بدبختی مشکل داشته باشم چون میدانم تا آخر عمر دست از سرم بر نمی دارد. فقط نمیخواهم مشکلات آیندم از جنس مشکلات فعلیم باشند. امیدوارم بتوانم هر سالم را با یک مصیبت وحشتناک متفاوت به یاد بیاورم. به نظرم بیست و چند سالگی زمانی است که برای اولین بار با الگوهای نابود کننده زندگی برخورد می کنی. یک پنجشنبه. درباره ترکیبات فرار هوس و تنهایی حرف میزنم. این دو آنقدر ترسناک و تحمل ناپذیر با هم ترکیب شدند که بدنم جیغ می کشد. روهم جیغ می کشد تا لمس شود. لمس کند. اطرافم پر است از زوجهای تراشیده و بینقص که انگار دارند میروند تا در مسابقه غیرقابل تحمل بین ستاره های سابق سریال های آبکی تلویزیون شرکت کنند. باید جایی یک نفر برای من باشد. دو و سی وسط هفته هر روز همان کافه یک کتاب متفاوت با هیچ کس حرف نمیزنم و هر بار که قهوه سفارش می دهم چشمم را به جاهای عجیب و غریب می دوزم. ولی اینجا همه مرا به چهره می شناسند. مشتری ها هر چیز قابل اشتعالی را میکشند. و کافهچی جوری میپرسد چی میخوری انگار در دبیرستان دشمن خونیش بودم ولی خیلی هم مطمئن نیست و من پشت یک میز کوچک نزدیک شوفاژ مینشینم و فکر میکنم دوباره میخواهم نامرئی شوم و بعد از اینکه باز هم هیچ چیز مطابق میلم پیش نرفته عصبانی می شود. از پنجره بزرگ زندگی را تماشا می کنم. این موجودات دو پای لعنتی مثل مور و ملخ همه جا ریختند. استرالیا دو پاها توپ پرتاب می کنند. فرناندو پسوا درباره بشریت گفته متغیر ولی بدون توانایی پیشرفت پیدا کردن توصیفی بهتر از این سخت است پیشخدمت با صورت حساب می آید با او جر و بحث می کنم ولی زود می بازم عجیب نیست که مهمترین اگزیستانسیالیست ها فرانسوی بودند. طبیعی است که از هستی بترسی وقتی مجبوری چهار دلار برای یک فنجان قهوه پول بدهی زمان بیتاریخ تصور می کنم روز داوری به اتاقی سفید صدایم می کنند که صندلی چوبی ناراحتی دارد که وقتی رویش می نشینم و از روی استراب سر جایم وول می خورم خورد چوب در بدنم فرو می رود. بعد پروردگار با لبخند می آید سراغم و میگوید برایم مهم نیست چه کارهای خوب و بدی کرده ای. برایم مهم نیست به من اعتقاد داشتی یا نه و برایم مهم نیست به فقرا سخاوتمندانه پول داده ای یا با خصت ولی این شرح دقیقه به دقیقه زندگی تو روی زمین است بعد یک کاغذ به طول ده هزار کیلومتر دستم می دهد و می گوید درباره زندگیت توضیح بده. مال من این است. چهاردهم جوان نه صبح بیدار شد. نه و یک دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف. نه و دو دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه و سه دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه و چهار دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه و پنج دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه و شش دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه و هفت دقیقه دراز روی تخت خیره به سقف نه هشت دقیقه قلط زد روی دنده چپ. نه و نه دقیقه دراز روی تخت خیره به دیوار. نه و ده دراز روی تخت خیره به دیوار. نه و یازده دراز روی تخت خیره به دیوار. نه و دوازده دراز روی تخت خیره به دیوار. نه و سیزده دراز روی تخت خیره به دیوار. نهو چارده دراز روی تخت خیره به دیوار. نه پانزده بالشت را دولا کرد. نشست تا از پنجره بیرون را نگاه کند. نه شانزده نشست روی تخت خیره به بیرون پنجره. نهو و نشست روی تخت خیره به بیرون پنجره. نهو و هجده روی تخت خیره به بیرون پنجره. بعد خداوند میگوید: زندگی حدیه ای بود که ارزانیت کردم. ولی تو حتی به خودت زحمت ندادی کاغذش را باز کنی. و بعد هلاکم می کند. شب سال نو کل پاریس برای رسیدن کریسمس شمارش معکوس می کند. شمارش معکوس برای سال نو یعنی نه تنها ما بیشتر از همیشه وسواس زمان گرفته ایم بلکه نمی توانیم دست از شمارش همه چیز برداریم. دقدقه ایمان این است که زمان دارد به جلو حرکت می کند ولی دانشمندان به ما می گویند اشتباه 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 می کنیم در واقع می گویند به قدری اشتباه می کنیم که دلشان برای ما می سوزد. شب سال نوست و من هیچ کاری ندارم بکنم. و هیچ کس نیست که لمس کنم یا ببوسم. اول ژانویه عجب شبی اگر کسی لرزه های ناگهانی و پرزور در زمین حس کرد به این خاطر بود که من بالاخره رسما از ناکامی درآمدم در قبرستان مونمارتر جلوی آرامگاه نیژینسکی روی نیمکتی نشسته بودم و فهرستی از بایت ها و نبایت ها تهیه می کردم. همان چرندیات همیشگی. سیگار را ترک کن به چیزی که داری راضی باش به گداها پول بده ولی به دست فروش نه و حتی برای خودت زلیل نشو شراب ادرار کن و طلا دفع کن و از این قبیل شمار قولهایی که در لیست مزهکم به خودم دادم به پنجاه رسید و وقتی کاغذ را پاره کردم فکر کردم باید ها و نباید های سال نو اعترافی است حاکی از اینکه میدانیم مقصر بدبختی هایمان خودمان هستیم نه دیگران تا نصف شب در میان فرانسوی هایی که با شادمانی پرخوری می کردند قدم زدم و در بیچارگیم هم احساس حماقت و نابسندگی کردم کاملا برایم روشن شد تنهایی بدترین چیز دنیاست و مردم باید به خاطر تمام افتضاحاتی که در عشق به بار میآورند بخشیده شوند نصف شب انگشتانم را در گوشهایم فرو کردم ولی فایده‌ای نداشت هنوز می شنیدم شمارش معکوس برای سال نو بدترین چیزی است که به عمرم شنیدم. به راهم هم ادامه دادم. نور پنجره کافه همیشگی در مه به شکل دوایری رنگی دیده میشد. وقتی وارد شدم بارمن چاق با لبخند برایم شامپاین ریخت. گرفتمش و به فرانسوی سال نو را تبریک گفتم. مشتری های همیشگی ناگهان کنجکاویشان گل کرد که من کی هستم و سوال پیچم کردند و وقتی گفتم استرالیاییم شاخ در آوردند. کشور من خیلی از ماه نزدیکتر نبود. سرم گرم شد و سوال سوال آورد و فهمیدم کی بچه دارد و کی طلاق گرفته کی سرطان روده دارد و کی به خاطر شعری با عنوان سیرابی زندگی یک جایزه کوچک ادبی برده و کی مشکلات عدیده مالی دارد و کی فراماسون است ولی به کسی نمیگوید. چهار صبح متوجه زنی شدم که ته بار ایستاده بود. وارد شدنش را ندیده بودم. صورت زاویه دار زیبایی داشت و چشمان درشت قهوه‌ای و کلاه مشکی خز که وقتی برش داشت موهایش از همه طرف سرازیر شد توی صورت و لیوان شامپاینش خیلی مو داشت تا کمرش توی سرم رفت توی ذهنم شانه های خودش و افکار من را پوشاند. موقعی که می نوشید نگاهش کردم و فکر کردم چهرهش از آن دست چهره هاست که باید به دستش بیاوری. یک جور خستگی از دنیا در آن صورت بود. انگار تمام خلقت را دیده بود و تمام نابودی ها را و حالا در گلوگاه تاریخ گیر کرده بود و بدون لباس کیلومترها بر روی اجساد و قطعات متلاشی ماشینها سینخیز رفته بود و نهایتا به این بار آمده بود تا تعم قتل عام را با یک جرعه از دهانش بشوید الکل به من جرأت داد و بدون آماده کردن جمله‌ای برای شروع گفتگو رفتم پیشش. عصر بخیر خانوم. شما انگلیسی بلدین؟ جوری سرش را تکان داد انگار من پلیسی بودم که میخواستم بعد از اینکه کسی به او حمله کرده بود استنتاقش کنم. بنابراین خودم را کشیدم کنار و برگشتم سر جایم. تحقیر شده لیوانم را لا جرعه سر کشیدم و وقتی تمام شد دیدم دارد می آید طرفم. من انگلیسی بلدم. این را گفت و نشست روی صندلی کنار دستم. نمی توانستم از لحجش تشخیص بدهم اهل کجاست. اروپایی بود ولی فرانسوی نبود. دیدم دارد گوش مجروحم هم را نگاه می کند. بدون اینکه بخواهد نگاهش از چشم من پنهان بماند. و قبل از اینکه بفهمم دارد چه اتفاقی می افتد انگشتش را روی زخمم گذاشت و خوشم آمد از اینکه ترحم در چشمانش نبود تنها کنجکاوی ملایم ترحم برادر هاج و واج و گم شده همدردی است ترحم هم نمیداند با خودش چه کند برای همین میگوید وای چه بد با سوال نکردن درباره زخم گوشم قافل گیرم کرد پرسیدم تو هم جای زخم داری؟ من یه خراشم ندارم. اینقدر ملایم گفت انگار دستی جلوی دهانش است. ژاکتش به اندازه باز بود که تیشرت مشکی تنگی را به نمایش بگذارد. لبخند بیرمغم را به او نشان دادم و پرسیدم در پاریس چه کار دارد. اغلب اوقات هیچی اغلب اوقات هیچی این کلمات غریب مدتی در ذهنم بازیگوشی کردند خود را از نو چیدند و بالاخره آنجا مردند پرسید کجاییم و گفتم و چشمانش را نگاه کردم که با تصاویر سرزمینی که هرگز ندیده بود پر شدند گفت همیشه دوست داشتم برم استرالیا ولی همین حالا هم زیادی سفر کردم مدتی درباره زمین حرف زدیم و هیچ کشوری نبود که در آن گم نشده باشد به من گفت انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و روسی بلد است رمز و راز زبانها مغز تنبل استرالیاییم را تحت تأثیر قرار داد آیا این زن قصدم را از نزدیک شدن فهمیده بود داش عمل متقابل انجام میداد فکر کردم نقشهای پنهانی در کار است او مرا برای کار ای مثل جابجا جا کردن اساسیه میخواهد با خنده گفت میدونستی تنهایی تعم داره؟ به نظرم تنهایی تو مزه سرکه میده. ناراحت شدم. همه میدانند تنهایی مزه سوپ سیب زمینی سرد میدهد. به نظر تو تنهایی من چه مزه‌ایه؟ مزه دیوونگی میده. دیوونگی چه طعمی داره؟ بولوچیز. خندید و دست زد و بعد موهایم را چنگ زد. دردم گرفت. ولکن. خوشحال بودم در بار کسی انگلیسی بلد نبود. مکالمه خجالت آور و دیوانواری بود و دوست نداشتم کسی در کافه، به مزه روح تنهای من فکر کند. گفتم بیا یه لیوان دیگه بخوریم. یک ساعت دیگر با هم نوشیدیم و من بسیاری از افکار منسجم اخیرم را با به کلام درآوردن ناقص کردم. یادم نمی آید چه شد که سر از خانه او درآوردیم. حالا پنج صبح قبل از من خوابش برد و من اینها را نشسته روی تخت می نویسم. آه هر چه نامت هست تو مثل نعشی زیبا عمیق خوابیده ای و صورت سفید شبه وارد مثل تکی از ماه روی بالشت آرمیده. هنوز اول ژانویه بعدتر بیدار شدم تمام شب در سرم به شکل تکنیکالر پخش می شود. خودم را کش و قوس دادم و به ابروهای مشکی و لبهای درشت و موهای بلند قهوه‌ای و صورت زاویه‌دار زیبای هنوز گچیش نگاه کردم. میخواستم بدون اینکه بیدارش کنم از تخت پایین بیایم و اطراف اتاق را نگاه کردم تا چیزی دم دست پیدا کنم که تراکمی نزدیک به بدنم داشته باشد و بتوانم آن را جایگزین خودم کنم ولی فقط یک جالباسی دیدم که به خاطر احترامی که برای خودم قائل بودم آن را شایسته نمیدانستم او اولین زنی بود که با او بودم. وقتی یواشکی از در بیرون می رفتم، فکر کردم او گلی ظریف است. رایحه پاریس در دهانم نعنا با مغز جویدنی. آسمان بیکران کشوری خارجی. خورشید در حال طلو در چشمم ولی خوشحالتر از آنم که پلک بزنم. باید تمام روز عمیق خوابیده باشم. بابت فتح دیشب حالا بالا بلندتر به کافه بازگشتم. من فتح شده؟ من فتح شده؟ او فاتح؟ ماه تازه در آمده؟ تنبل و خمارم احساس گرم خستگی خوشایند آرام منقبض می شود. گوشه های خود بیچاره قدیمم به خانه بر می گردند. می دانم دیگر هرگز او را نخواهم دید. دوم ژانویه شب دوباره دیدمش آمد کافه و نشست روبرویم مغزم جان میکند تا برای رفتن از خانهاش بهانهای بتراشد ولی به نظرم نیامد نیازی به بهانه تراشی داشته باشم با لحجه عجیبش جوری شروع کرد به حرف زدن انگار با هم قرار ملاقات داشته ای. پس چشمانش می دیدم از دیدنم خوشحال شده. تعجب کردم. بعد دیدم از دیدن تعجب من به خاطر خوشحالیش ناراحت شده. بعد سکوت بدی کرد و زهر خندی زد که پشتش درد بود و سعی کرد به من خیره شود ولی چشمانش جهت دیگری را نگاه کرد گلویش را صاف کرد و با صدایی نامطمئن به من گفت اگر میخواهم یک فرانسوی را اذیت کنم باید با او درباره پول حرف بزنم وقتی باز هم حرفی نزدم گفت دیگر مزاحمت نمی شوم. کتابت را بخوان. بعد قلم و کاغذ از کیفش درآورد و شروع کرد به طراحی صورت من و قهوه سفارش داد و همزمان با اینکه با آن چشمان درشت و عجیبش خیره نگاه هم می کرد و مرا میکشید. آرام نوشیدش. ازش ممنون بودم که مرا از ناکامی درآورده بود ولی همه چیز تمام شده بود و دیگر آینده ای نمیدیدم. مثل شام خوردن با یک دکتر بعد از یک عمل جراحی موفق. که چی؟ وقتی یه جوری به سرم نگاه می کنی انگاری مجسم است نمیتونم تمرکز کنم. خندهاش گرفت پرسید میخوایی بریم قدم بزنیم سر زمزمه کرد نه دهان گفت آره در راه بیرون رفتن به من گفت اسمش آسترید است و من اسمم را گفتم و یک آن فکر کردم کاش یک اسم علکی میگفتم ولی دیگر دیر شده بود باغ‌های لوکزامبورگ سرد و بادخیز و درختان لخت. ترسناک در زمینه آسمان سفید. به توده برگ خشک لگت زد و باد اطرافمان به پروازشان درآورد و کاری کودکانه را عملی خشن جلوه داد. ازم پرسید قدم چقدر است؟ با پوزخند شانه بالا انداختم. هر گاهی یک نفر این سوال مسخره را از من می کند و از اینکه نمیدانم حیرت می کند. برای چی باید بدانم؟ دانستن اینکه قدت چقدر است به هیچ دردی نمیخورد جز اینکه بتوانی جواب این سوال را بدهی. ازش سوال های شخصی کردم ولی تفره رفت. نگاهش به من حس باران سرد داشت. اهل کجا بود؟ گفت خانوادهش دائم در حال جا عوض کردن هستند. اسپانیا، ایتالیا، آلمان، بخارست، مالدیو. ولی کجا متولد شده بود؟ با چشمان نیم بسته گفت در جاده به دنیا آمد. خانوادهش با او بد تا کرده بودند و دوست نداشت برگردد پیششان. حتی در افکارش. آینده هم برایش موضوعی غیر قابل تحمل بود. کجا خواهد رفت؟ چه کار خواهد کرد؟ جوری سرش را تکان داد. انگار سؤالهایم از اساس غلط هستند. بعد با لحنی هیجان زده شروع کرد به خسته کردن من با شرح وقایع تاریخی. به من چه لویی شانزدهم هم درست همان صبحی که قرار بوده با گیوتین اعدام شود صورتش را با تیغ بریده. چه کار کنم که یک شاهد عینی موقع آتش زدن ژاندارک شنیده که او در میان شعله ها از خدا پرسیده از من راضی هستی؟ من انکارت نکردم. به من چه این آدم ها چه فکر می کردند؟ از تاریخ بدم نمی آید ولی هر بار تاریخ می خانم چیزی از عمق وجودم علیهش تقیان می کند. این بچه مدرسه ی خنگی که امیدی به درس خان شدنش نیست. فکر کنم فهمید حوصلم سر رفته چون بی مقدم ساکت شد و چشمانش به سمت زمین گشت و فکر کردم یک چیز چسبناکی در خودش دارد به نظرم رسید اگر همان لحظه نزنم به چاک بعدا مجبور خواهم شد با یک بطری الکل و شعله آتش او را از خودم جدا کنم ولی بعد خودش را به خانه من دعوت کرد و من هم پذیرفتم آمد تو و جوری وسط اتاق ایستاد که یاد اسب و گاو افتادم که عادت دارند ایستاده بخوابند بعد لذتش از پاره کردن زرورق یک پاکت سیگار را تماشا کردم انگار داشت گل مینا میچید حالا به نظر آرام میامد و وقتی سیگار میکشید کشید، هر چیزی که چشمش به آن میافتاد با شور و شوق حرف میزد سقف و پنجره و پرده و کاغذ دیواری رنگ رو رفته انگار قرنها روی تک تکشان تمرکز کرده بود و من تحت تأثیر دانش و بینشش قرار گرفتم. پرسیدم که آیا شور و شوقش به خاطر اروپایی بودنش است؟ نه. با لبخند ادامه داد. من همین جوری هستم. بعد از من پرسید دوستش دارم یا نه؟ برای گفتن این حرف به کارولین خیلی معطل کرده بودم. برای همین گفتم نه. میخواستم بیشتر بگویم تا اینقدر بهش بر بخورد که دیگر هرگز بر نگردد. این شد که اضافه کردم بهتر است قبل از اینکه صورت زاویه دار تیزت چیزی را ببرد از اینجا برد. منفجر شد. تکه پارم کرد همه چیزم را زیر سوال برد. معنای زمنی به وضوح این بود که دوستم نداری و برای دفاع از خودم البته اگر کسی به خاطر دوست نداشتن کسی مجبور به دفاع از خود باشد گفتم فقط دو روز از تو را می شناسم. خشمگین رفت بیرون و در عجب بودم که از زندگی تو خالی من چه میخواهد؟ میخواست زندگیم را پر کند و با پر کردنش خودش را خالی؟ چند شب بعد ازم خواست با هم ازدواج کنیم. قبول کردم. حالا این شده زندگی ما مثل گاو خوابالود جلو هم میستد و گاهی با هم شام درست می و گاهی می خوریمش. اغلب حتی وقتی در خانه راه می رویم بازویم را می گیرد و وقتی حرف می زند حواسم جای دیگری است. انگلیسیش حرف ندارد ولی اغلب اصلا نمی فهمم منظورش چیست. انگار دارد خلاصه افکارش را بیان می کند. بعضی وقتها قصه می گوید و می خندد و خندهش واقعا شیرین است. ولی اصلا نمی فهمم چه چیزی باعث شده خندهش بگیرد. به حرفهای من هم می خندد ولی در لحظات بی ربط. میتواند به کلمه را هم قشقش بخندد خندش چنان عظیم و طولانی است که میترسم به دهانش مکیده شوم و از جایی غلط از کهکشان سر در بیاورم او آدم با ایمانیست است تصورش را هم نمیکردم زمانی با یک آدم معتقد باشم حسلم که سر می رود سر بحث را با او باز می کنم و این سؤال دست مالی شده را می کنم. اگر خدا هست پس چرا اینقدر شر و بدبختی در دنیا وجود دارد؟ و او فورا جواب خدا به ایوب را برایم بازگو می کند. وقتی من آسمان ها و زمین را می تو کجا بودی؟ فکر می کنم تنها دلیل اینکه دوستم دارد این است که در دسترسش هستم. جای غلط، زمان غلط. او به همان دلیلی عاشقم است که یک گرسنه رو به مرگ عاشق هر آبزی پویی که جلویش میگذارند. این وسط اصلا بحث دست پخت نیست بحث گرسنگی است در این قیاس من نقش آب زیپو را بازی می کنم. دوست دارم عاشقش باشم ولی نمی توانم. خیلی خوشگل است. خصوصا وقتی میترسد یا جا می خورد و برای همین هم همیشه میپرم جلویش. ولی نمیتوانم خودم را وادار کنم دوستش داشته باشم نمیدانم چرا شاید به این خاطر که او اولین آدم غیرخیشاوند و غیرپزشکی است که من را بدون لباس و آسیب پذیر دیده یا شاید چون واقعا از بودن با من خوشحال است چیزی درونم از اینکه می توانم صرفا با بودنم کسی را خوشحال کنم هرس می خورد. چون بودنم به هیچ درد خودم نخورده. دیروز ازم خواست پالین صدایش کنم. بسته به کشوری که توش زندگی می کنم یه اسم قلابی جدید رو خودم میذارم. یعنی اسم واقعیت آستریت نیست؟ اگه صدام کنی و منم جواب تو بدم واقعیه. اسم چیه؟ پالین. نه. این اسم فرانسویته. اسم واقعیت چیه؟ اسم واقعی وجود نداره. اسم اصیلی باقی نمونده. همشون قبلا استفاده شدن. دندان گروچه کردم و با خودم گفتم با این خلوچل چه کار دارم. خیلی حرف میزند و گریه کردنش اول اعصابم را خورد و بعد خستم می کند. هر روز بیشتر و بیشتر مطمئن می شوم یک مدتی در تیمارستان بستری بوده و اگر هم نبوده باید خیلی جدی بهش فکر کند. ور 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 سعی کردم به حرفهایش گوش نکنم ولی فایده نداشت آسترید یا پالین یا هر چه اسمش هست یواشکی رفته سراغ کتابهایم تا مرا با جمله هایی که زیرشان خط کشیدم بشناسد. دیروز این را در دفتر اشعار لرمانتوف پیدا کرد. افسرده بودم. بقیه کودکان شاد و پرحرف بودند. خود را برتر از آنها می دیدم ولی بقیه مرا زبونتر تصور می کردند. حسادت ورزیدم. آماده بودم تا به تمام دنیا عشق بورزم. هیچ کس درکم نمی کرد پس یاد گرفتم نفرت بورزم. این از همه بیشتر توجهش را جلب کرده بود چون دورش دایره کشیده بودم و بالایش نوشته بودم کودکیم باید مواظب باشم تا این جور چیزها را که باعث می شود بتواند دزدکی به روحم سرک بکشد این طرف و آن طرف نیندازم میخواهم همه چیز را تمام کنم ولی نمیدانم چطور شاید بی تفاوتی هم است که باعث می شود هر روز بیشتر دوستم داشته باشد. اگر میخواستم بمانم احتمالا گوشم را میگرفت و پرتم میکرد بیرون. ولی چون میداند خودم قصد رفتن دارم این کار را نمی کند. او میداند لذت پرت کردن یک نفر به خیابان تا چه اندازه کم میشود وقتی خود طرف با یک فشار انگشت پا به فرار میگذارد یک روز مزخرف ادی برگشته در خیابان ایستاده بودم و بعد از این احساس عجیب که زبانی که با من از طریق آن تکلم می کنند از حروف تشکیل نشده و مجموعه است از انرژی و ارتعاشات یک لحظه به سرم زد اگر فقط یک شاه بلوط برشته می آیا فروشنده اینقدر خودش را به درد سر می که دنبالم کند یا نه؟ برگشتم و صورت کج و معوج آسیاییش را دیدم که خیره نگاهم می کند. به هم زل زدیم. هیچ کدام تکان نخوردیم. بعد از مدتی طولانی برایم دست تکان داد و از لای جمعیت آمد طرفم تا دستم را که در جیبم بود بفشارد. مجبور شد دستم را بکشد بیرون. دوستان گپ زدیم و از اینکه با دیدن چهره ای آشنا اینقدر خوشحال شدم تعجب کردم. آشنایی در چهره اهمیت زیادی دارد. صورت ادی را با اینکه مثل کاشی های لوکس تمیز و براق است دوست ندارم. نمیدانم چطور یکدیگر را دوباره پیدا کردیم. وقتی با کسی خداحافظی می کنم انتظار دارم آخرین دیدارمان باشد. در سرما و نور زمستانی قدم زدیم و ادی به من گفت در بارانداز کار می کند و پرسید شغلی دارم یا نه و بدون آن چگونه اموراتم را می گذرانم. گفتم یک زن پیدا کردم چون این تنها چیزی بود که در خارج از من اتفاق افتاده بود چند اتفاق درونی افتاده بود ولی به او ربطی نداشت و ضمناً به کلام در نمی آمد. چه شکلیه؟ من بلد نیستم آدمها را توصیف کنم و نهایتا تلاشم می شود چیزی شبیه توضیحات یک شاهد عینی در پاسگاه پلیس. یک متر و هفتاد قد، موهای قهوه‌ای، سفید پوست، ادی گفت دوست دارد ببیندش. داشت سعی میکرد دوباره مثل کرم به زندگیم بخزد. بوی درد سر به دماغم خورد زیادی خوب و خوشمشرب و با معرفت است. درد سر. یک چیزی می نمیدانم چرا ولی شام دعوتش کردم و با خردم گفتم دیگر نمیتوانم از دستش خلاص شوم. از دست کی خلاص شی؟ ادین را پرسید و من فهمیدم احتمالا مدتی است بلند بلند فکر می کنم. احتمالا یک روز هفته نظرم درباره ادی دارد تغییر می کند. هرچند او دائم با پیگیری مشکوک رفاقتش با من میترساندم اما تضادهایش را دوست دارم بدن سالم و ورزیده ای دارد ولی حاضر نیست پیاده جایی برود از توریست ها متنفر است خصوصا وقتی نگذارند برج ایفل را ببیند و با اینکه لباسهایش همیشه تمیز و اتو کشیدند دندانش را مسواک نمیزند. چیزی که بیشتر از همه دوست دارم این است که حقیقتا از من خوشش میآید. افکار و نظراتم را دنبال می کند به شوخی هایم می خندد و هرازگاهی به من می گوید نابقه کی از چنین آدمی خوشش نمی آید یک سزلی ای قریب ادی، آستیرید و من اوایل وقتی با هم شام می هر وقت بلند می شدم بروم یک کاری بکنم خوشگشان میزد. و من از اینکه دو دوتا آدم گنده اینقدر بدشان می آید با هم تنها بمانند خندم می گرفت. ولی خیلی زود شبه رفاقتی بینشان شکل گرفت که مبنایش با هم خندیدن به دست و پا و فراموشکاری و بیخیالی من نسبت به بهداشت بود. سرگرم شدن با اشتباهات من تنها نقطه اشتراکشان بود. گاهی ستایی کنار رودخانه سن قدم میزدیم. نان و پنیر و شراب ارزان می و از زمین و زمان حرف می زدیم. ولی من تحمل شنیدن نظرات بقیه را ندارم چون مطمئنم یا دارند چیزهایی را که جایی شنیدند تکرار می کنند یا نظراتی را که در بچگی به خوردشان دادند قرقره می کنند. ببین هر کسی حق دارد نظر داشته باشد و هیچ وقت هم وسط حرف کسی نمی پرم که دارد نظرش را بیان میکند ولی میتوانی مطمئن باشی چیزی که میگویند مال خودشان است من که مطمئن نیستم فاجعه امشب من و ادی و آستیرید رفتیم لباس هایمان را بشوییم و برای وقت کشی سعی کردیم حدس بزنیم لکه های لباس هر کداممان از کجا آمدند. آستیرید گفت تمام لکه های شراب اثر خون هستند و تمام لکه های اثر سل. بیرون هوا سرد بود و پنجره لباسشویی بخار گرفته بود و بیرون را نمیدیدی ادی جلوی خوشک و نشسته بود لباسهایش را میآورد جلوی دماغش و تک تکشان را با لذت می بوید و بعد مرتب تایشان میزد. انگار میخواست آنها را بفرستد جبهه جنگ. هی، hey. یعنی چی؟ این واکنش ادی بود بعد از بو کردن یکی از لباسهایش. قیافش با هر بار بو کشیدن بیشتر از ریخت میافتاد. لباسهایش را گرفت زیر دماغ آستیرید. اما من چیزی حس نمی کنم. چطور چیزی نمیفهمی؟ شاید اون چیزی رو که من حس میکنم تو حس نمی کنی ولی بالاخره باید یه بویی به دماغت بخوره. نه هیچ بوی بدی نمیده. مارتین تو بوی مطفو نمیشنوی؟ بی بو کردم. نه بوش خوبه. مطفو بوی خوب میده؟ ادی سرش را کرد داخل خوش کن و شروع کرد بو کشیدن. من میخندیدم و آسترید میخندید و لحظه خوشی بود. بعد آسترید گفت باردار است و کله ادی خورد به بالای استوانه خوش کن. یک بچه، یک بچه لعنتی، یک دو پای مغز نخودی شکل نیافته پوشک کسیف کن. یک کتوله ترسناک بیدندان تجسد نفس افعی طالب نیاز یک پستاندار کچل زرزرو خدایا زندگیم تمام شد کمک موضوع لحظه انداختن بچه من یک حامی سفت و سخت صدای خودم را می شنوم که در گفتگویم با آسترید چنان درباره مزایای سخت سخن سرایی می کنم. انگار یک تکنولوژی جدید برای صرف جوی در زمان است که اصلا بدون آن نمی شود زندگی کرد مثل همه چیزهای دیگرش پاسخش بین گنگ و قامز و مرموز محض در نوسان است میگوید بچه انداختن احتمالاً بیهوده است نفهمیدم یعنی چه رابطه نزدیک کبریتی که فشفشه انسان را روشن می کند. در قصر آری از عشقمان یک بچه درست کرده بودیم. وضعیت تقریباً ورشکسته و لبریز از این معنای جدید و ترسناکم ترکیب شد با این ادراک که دل و جرأت، بدجنسی، توان یا بی اخلاقی لازم برای رها کردن آسترید و بی خداحافظی رفتن به یک کشور دیگر و برنگشتن را ندارم. حیرت زده می دیدم اصول اخلاقی مثل کرم به تار و پود وجودم خزیدند. از والدینم که به ارث نبردم ولی یک جای وجودم هست میدانم نمیتوانم آستیرید را ترک کنم گیر کردم بدجور گیر کردم خیلی بد ماهاست چیزی ننوشتم آسترید خیلی حامل است جنین مسران رشد میکند مهاجم نزدیک می شود انفجار جمعیت شخصی من قطع نخا شدن استقلالم برایم مهم است اگر بمیرد تنها مزیتی که شاید بچه داشته باشد چیزهایی است که شاید بتوانم ازش یاد بگیرم البته نه از تلاش های با نمک و محوهش برای راه رفتن و حرف زدن و پیپی پی کردن که والدینش را به قدری به هیجان می آورد که مخت را تا سرحد اشمعزاز با اکتشافاتش می خورند و باعث می شوند نه تنها از هرچه بچه است متنفر شوی بلکه به خودت بیایی و ببینی بیدلیل از بچه گربه ها و طول سگ ها هم بدت می آید. ولی به نظرم می توانم از بچه چیزهایی درباره طبیعت انسان یاد بگیرم. و اگر این حرف هری که من فیلسوف مادرزادم درست باشد این بچه یک پروژه جاطلبانه فلسفی بالقوه است. توی یک کمد تاریک بزرگش کنم یا داخل اتاقی پر از آینه یا یک اتاق پر از نقاشی های دالی ظاهرا بچه ها باید لبخند زدن را یاد بگیرند. اگر هیچ وقت، خندیدن یادش ندهم چه می شود؟ قطعا نه تلویزیون، نه سینما و نه جامعه. چه می شود اگر جز من کس دیگری را نبیند یا حتی مرا هم نبیند؟ چه اتفاقی می افتد؟ آیا بیرحمی در آن کهکشان کوچک شکل میگیرد یا شوخ طبعی، یا خشم بله می توانم کلی چیز یاد بگیرم پس چرا فقط یک بچه می توانم گروهی بچه یا به اصطلاح خانواده داشته باشم و عوامل محیطی را که در شکل دادن زندگی نقش دارند برای هر کدامشان تغییر بدهم تا ببینم کدام یک طبیعی کدام اجتناب ناپذیر کدام زیست محیطی و کدام شرطی کننده است از همه اینها مهمتر میکوشم موجودی تربیت کنم که خودش را درک کند چه می شود اگر مثلا بچه را در سه سالگی تحریک به خودشناسی کنم؟ باید شرایطی بهینه برای شکوفایی خداگاهی فراهم کنم. این بچه مطمئنن کلی تنهایی پیش رو دارد. اگر بچه دختر باشد آستیرید میخواهد اسمش را بگذارد ویلما به دلیلی و اگر پسر جسپر خدا میداند این اسم ها را از کجا آورده برای من که علسوی است اگر درست تربیت شود در سن مشخصی خودش اسم خودش را انتخاب میکند اسمی که فکر می کند بیانگر شخصیتش است و با آن احساس راحتی می کند. هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی اسمت را صدا میزنند تنت از شنیدن نامت مور, مور شود. یا موقع دیدن اسمت روی کاغذ هیچ احساسی به تو دست ندهد. برای همین است که بیشتر امضاها یک خط خطی ناخانا هستند. شورش ناخداگاه علیه نام تلاشی برای در هم شکستنش. نگرانی پول آستریت هم میگوید قبلا هم بی پول بوده. در کشورهایی که اسمشان را هم نشنیدم بی پولی هم نه فقری که تصورش را هم نمیتوانم بکنم ولی هیچ وقت با یک بچه ورشکسته نبوده و نگران است تنبلی ذاتیم گرسنگی مشترکمان را تضمین کند انتقاد آتش جدیدی است که هرگز خاموش نمی بچه داشتن مصلوب شدن بر صلیب مسئولیت است یا عیسی مسیح بلاحت یا جنون با دیدن سحنهی که در برگشتنم به خانه دیدم خود را باز تعریف کرد. آستیرید توی تشت آب ایستاده بود و داشت در آشپزخانه با فیوز برق ور میرفت کولش کردم و انداختمش روی تخت داد زدم میخوای خودتو بکشی جوری نگاهم کرد انگار صورتم را پشت و رو پوشیدم و با صدایی ضعیف و خسته گفت اگه یه راه واقعا خوب برای خلاص کردن خودم به ذهنم برسه مکس نمیکنم واقعا؟ چطور حتی به این فکر کردی که وقتی حامله ای همچین کاری بکنی؟ خودم از گفتن جمله تا این حد در ستایش زندگی شگفت زده شدم. نگران نباش. خودکشی ها اغلب ناموفقن. بچه که بودم عموم از روی یه صخره پرید و بعد از اون پایین برامون دست تکون داد. شکست. پسر عموم هم یه عالم قرص خورد و نتیجه شد این که یه هفته بالا می آورد. پدر بزرگم یه تفنگ گذاشت توی دهنش و ماشه رو کشید. اما گلوله به مغزش نخورد. این اولین چیزاییه که تو راجع به خانوادت به من گفتی؟ واقعا؟ تمام فک و فامیلت یه بار خودکشی کردن نه؟ پدرم هیچ وقت نکرد. پدرت اصلا کی بود؟ اسمش چی بود؟ شغلش چی بود؟ هنوز زنده است؟ اهل کدوم کشوره؟ زبون مادری چیه؟ کجا بزرگ شدی؟ چرا راجع به هیچی حرف نمیزنی؟ چرا همه چیز به من نمیگی؟ اتفاق وحشتناکی برات افتاده؟ نور چهره رفت داشت به سرعت دور میشد روحش سوار بر قطار سریع و سیل به مقصد هیچ کجا؟ روزهایی بس غریب اوضاع آستیرید بدتر از همیشه. دیواری یخی ما را از هم جدا کرده. در طول روز هیچ کاری نمی کند جز خیره شدن به بیرون یا فوت کردن خودش. به ندرت هم که حرفی می زند عقایدش چنان سیاه و عقیمند که مرا یاد نظرات خودم میاندازند، قبل از اینکه خودم حالم ازشان به هم بخورد. من خوشبین نشدم. فقط دیگر حوصلم از بدبینی سر رفته. و محض تنوع از افکار روشن و قشنگ بدم نمی آید. اما متاسفانه این هم دارد حوصلم را سر می برد. بعدش چی؟ گفتم باید گاهی بریم بیرون. میگوید بریم بیرون چی کار کنی؟ میگویم بریم یه کافه بشینیم پشت میز و مردم رو تماشا کنیم میگوید دیگه نمیتونم مردم رو نگاه کنم به اندازه کافی دیدم زندگی جذابیتش را از دست داده هیچ کاری نمیتوانم بکنم تا تلسم جنونش را بشکنم موزه همه موزه ها را رفته قدم زدن در پارک زیر تمام رنگ های برگ ها راه رفته سینما کتاب همان داستان های قدیمی با شخصیت های متفاوت میپرسم غمگینی نه شاد نیستم افسرده ای نه بدبختم به خاطر بچه است ببخشید نمیتونم توضیح بدم ولی تو خیلی مهربونی مارتین میگوید ممنون و دستم را فشار میدهد و با چشمان درشت و شیشهیش به من خیره میشود یک شب تمام خانه را تمیز کرد و رفت بیرون و با شراب و پنیر و شکلات و یک کلاه نمدی برگشت که بدون لباس سرم کردم و این کارم باعث شد قهقهه بزند و فهمیدم چقدر دلم برای خندههایش تنگ شده ولی صبح دوباره حالش خراب شد یادم افتاد که صبح بعد از آشناییمان مداد برداشت و صورتم را نقاشی کرد و برای همین رفتم بیرون و با تمام پولی که داشتم رنگ و بوم خریدم تا شاید بدبختی سوزانش را روی بوم سفید آوار کند نه روی من وقتی هدیه‌ام را نشانش دادم اول گریه کرد و بعد برخلاف روال همیشگیش لبخند زد و بوم را برد کنار پنجره و شروع کرد به نقاشی. یک ماجرای جدید شروع شد. هر نقاشیش تصویری از جهنم است. یک عالم جهنم در آستینش دارد و تمامشان را نقاشی می کند. ولی جهنم یک صورت است و او فقط این صورت را نقاشی می کند. صورتی وحشتناک، بارها و بارها همین صورت را می کشد. امروز پرسیدم: این صورت کیه؟ هیچ کس؟ نمیدونم. فقط یه صورته. می بینم که یه صورته، خودم گفتم یه صورته. مگه گفتم این دست کیه؟ من نقاش خوبی نیستم. من خیلی از نقاشی سر در نمیارم ولی به نظر من که نقاشیت خیلی خوبه. ولی مسئله این نیست. من میخوام بدونم این صورت مال کیه. من کشیدمش. مال منه. می بینید که حرف زدن با او شبیه حرف زدن با هیچ آدمی زادی نیست. باید کلک میزدم. گفتم من این قیافه رو قبلا دیدم. میشناسمش. گفت این یه آدم نیست. این توی دنیا نیست. و شک من به یقین بدل شد. این زن دیوانه است. همیشه بوم های کوچک، همیشه همان نقاشی، فقط رنگ ها عوض می شوند. قهوه ها و مشکی ها و قرمز های خفه. جنونش را در آن چهره می بینم. بعدا نقاشی ها را بررسی کردم به این امید که شاید در وضعیت متوهمش بخشی از ناخداگاهش بر بوم چکیده باشد. شاید نقشه ها هایی سمبولیک بودند که میتوانستند مرا به کانون وضعیت بحرانیش راهنمایی کنند دقیق نگاهشان میکنم در زیر نور ضعیف لامپ موش کافیشان میکنم ولی چیزی نمیبینم جز وحشتی که دارد به خودم هم سرایت میکند واقعا چهره ترسناکی است. دیروز این نقاشی ها گرایش های معنوی نهفتش را بیدار کردند. گاهی وقت ها که غرق نقاشی است فریاد میزند سرورم منو ببخش. بعد نیم ساعتی با او به زمزم گپ می زند و بین صحبتهایش مکس طولانی می کند که احتمالا مواقعی است که جواب می شنود. امروز وقتی داد زد مرا به بخش سرورم نقش را به عهده گرفتم و گفتم باشه تو بخشوده شدی حالا خفه شو اون به تو باور نداره حق داره. من خیلی باور کردنی نیستم. ضمناً مگه من براش چیکار کردم؟ به سوی من راهنماییش کردی. یعنی واقعا فکر میکنی توفهی هستی تو حتی باهاش صادق نیستی. چرا هستم؟ من باهاش صادقم. هیچی راجب گذشتت بهش نمیگی. راجب احساساتم بهش میگم. داد زدم دست بردار بابا برو براش یه بطری نوشیدنی بخر نست. چند لحظه بعد خوش و خورم با یک بطری وارد اتاق شد. بغلم کرد و من نمیدانستم چه فکری کنم. قریبتر و قریبتر ما اینجوری با هم ارتباط برقرار می کنیم. از این راه است که کمی بیشتر درباره او اطلاعات به دست می آورم. واقعا این امکان وجود دارد که نفهمد من نقش بازی می کنم. امروز صبح داشت نقاشی می کشید. من هم کنارش کتاب می خواندم. ناگهان داد زد. سرورم چقدر؟ چی؟ چند وقت دیگه؟ چند وقت دیگه چی؟ درباره چی حرف میزنی آسترید؟ به من نگاه نمی کرد. چشمش به سقف بود. چند لحظه فکر کردم و رفتم اتاق کناری و در را نیمه باز گذاشتم. از لای در نگاهش کردم و داد زدم. چند وقت دیگه برای چی؟ دقیق توضیح بده فرزندم. من که بلد نیستم ذهن مردم و بخونم. سالها من چند سال دیگه زنده هستم گفتم خیلی زیاد و دیدم نور پس چهرش چهار نل گریخت و قریب تر فقط موقع کشیدن آن نقاشی های نفرت انگیز این اتفاق می افتد. توی دستشویی بودم که شنیدم من میترسم من برای این بچه میترسم لایه در را باز کردم تا صدایم را بشنود مسخره است برای چی میترسی صدایم تنین پیدا میکرد و وضعیت باورپذیر میشد پرسید اون پدر خوبی میشه تمام تلاشش رو میکنه اون نمیمونه من میدونم یه روزی میره و منو با این بچه تنها میذاره این بچه مریض این بچه هیچیش نیست خودت میدونی که این بچه مثل خودم مریزه بعد ترسناک و طولانی خندید و ساکت شد این گفتگوها دارند ابعادی اپرایی پیدا میکنند با این روش به من اعتماد عجیبی پیدا کرده. سرورم با من حرف بزن. زندگی من جز تباهی هیچ چیز نیست. این حرف رو نزن. من همه جا سرگردون بودم. هیچ دوستی ندارم. هیچ وطنی ندارم. همه وطن دارم خیلی سری حرکت کردم. زیاد از حد دیدم هیچ چیز و فراموش نکردم. من توانایی فراموش کردن ندارم. این چیز بدی نیست. یعنی تو حافظه خوبی داری. گوش کن. صورت کی رو نقاشی می کنی؟ پدرم واقعا پدر پدرم کدومشون؟ پدر پدر پدرم گوش کن آسترید دوست داری حلاکت کنم؟ دیگر حرفی نزد ترس از خودم را در دلش جا کردم آه امشب من و ادی در مورد اوضاع خراب مالیم با هم حرف زدیم پیشنهاد کرد به من پول بدهد نه به عنوان قرض به عنوان هدیه از روی غروری جعلی پیشنهادش را رد کردم و لبم را از تو گاز گرفتم در خیابانها راه افتادم و به فرانسوی دست و پا شکسته از صاحبان کافه ها میپرسم میتوانم آنجا کار کنم یا نه جوابم زهر خندهایی بی کلام است. می خواهم چه کار کنم؟ ساعت دارد تیک تاک می کند. دوره نه ماهه بارداری فرصت کمی است برای آماده شدن. دعا می کنم بچه زودتر از موعد به دنیا نیاید. آدم نپخته یعنی درد سر. عشق کار مشکلی است من در آشپزخانه بودم و آسترید داشت در پذیرایی پسمانده های روحش را نقاشی میکرد. دوباره صدایش بلند شد. چیه؟ دیو وز اتس ایسی؟ انگلیسی فرزندم. من امروز جسد یه بچه رو دیدم. اه کجا؟ بیرون بیمارستان یه زن و شوهر داشتن می بردنش اورژانس داشتن می دویدن ولی من دیدم که بچه مرده گفتم سخته اون بچه الان کجاست؟ من چه میدونم من نزدیک اون بچه هم نبودم ده دقیقه سکوت کرد و بعد پرسید بعد از اینکه بچه به دنیا بیاد چی میشه؟ چیزی تغییر میکنه؟ دیوونه شدی؟ بچه همه چیز رو تغییر میده. ولی درون من چی؟ توی خونم. تا حالا دکتر رفتی آسترید؟ بله. من تو اتریش، ایتالیا، یونان، آلمان، ترکیه و لهستان دکتر رفتم. و همه یه چیز گفتن. من سالم ترین خونی رو دارم که اونا دیده بودن. خب حالا شد. واقعا تو ترکیه رفتی دکتر؟ دستاشو شست؟ من نابود شدم. خیال میکنی. تو هیچ مشکلی نداری. همه همینو میگن. جواز سلامتت صادر شده. نمیتونی همینجوری را بری و بگی خونم مشکل داره. اینا حرف مفته باشه؟ باشه. نظرمون با هم یکیه؟ بله سرورم. خوبه. حالا شام چی داریم؟ سه صبح امشب کار کردم. ادی بدون مشورت با من یک نفر را راضی کرد تا به من کار بدهد. من بهت نگفتم همچی کاری بکنی. میشه گفت تو هیچ پولی نداری. پای یه بچه وسطه باید به فکر اون باشی. خیلی خوب باشه. حالا باید چی کار کنم؟ با من کار میکنی. جعبه بار کشتی میکنی. خوبه. کار سخت و کمرشکنیه. گفتم راجع بهش شنیدم و با خودم فکر کردم چرا مردم همیشه درباره کارهایی لاف میزنند که کمر آدم را میشکند. پنوف در شامگاه قایقی در کار نیست آب تیره سن جریانی در کار نیست بر ساحل سنگی رودخانه انتظار کشیدیم و آب قهوه‌ای را نگاه کردیم پرسیدم الان باید چه کار کنیم؟ صبر می کنیم. قایق ها و کرجیها ها آرام و خمار عبور می کردند. باران ملایمی بارید و شب را با خودش پایین آورد. نورهای رنگی شهر بر آب منعکس می شود. باران بیوقفه میبارید. دو ساعت بعد ادی گفت وقتش است. قایق بیرحمان جلو می آمد. کابوسی پر از صندوق سنگین. دو مرد پایین آمدند که صورتشان در فاصله که عرقچین تمام می شد و دستمال گردن آغاز به زحمت قابل رویت بود. در شب بینام بی, بی اینکه حرفی رد و بدل کنیم یکی یکی صندوق ها را خالی کردیم و بردیم به خیابان جایی که کامیون منتظر ایستاده بود راننده کامیون چشمان بی حال و نشعی داشت و وقتی کار میکردیم سعی کردم رنج درونیش را حدس بزنم ولی به جز از کار کردن در شب متنفر است چیز دیگری دستگیرم نشد. من و ادی ساعتها بار سنگین خالی می کردیم و بقیه با زمزمه های خشن به هم دستور میدادند. آخر سر که قایق خالی روانه دریا شد همه جایم درد میکرد. راننده کامیون به ادی یک پاکت داد و ما عرق ریزان در محتاب سرد راه افتادیم. ادی به این قصد که تمام پول را برای خانواده ناگهانی و ناخواستم بردارم پاکت را به من داد. ولی من نصف پول را پسش دادم. نفس تمعکارم با نفس با اصولم در جنگ بود. برگشتم خانه و از اینکه دیدم بعد از این همه زحمت شبانه یک لک هم به لباسم نیفتاده ناراحت شدم. فکر می کردم صورتم پوشیده از دوده سیاه است ولی صندوق حمل بار هر چقدر هم سنگین باشد در بلند کردنش هیچ دوده ای نیست. آستریت پرسید چطور بود؟ انگار رفته بودم سینما یک فیلم جایزه گرفته ببینم. به شکمش نگاه کردم و به ذهنم آمد هیچ چیزی آن تو نیست. نه بچه نه حتی جهاز حازمه. فقط پوسته ای پوک و خالی پر از هوا. به طرفش رفتم و دستم را روی زائدهش گذاشتم که برداشتش از این کار من عاشقانه بود و دستم را بوسید که باعث شد تمام وجودم یخ کند و فکر کردم قادر نیستم این زن مادر بچم را دوست بدارم و شاید بچه را هم نتوانم دوست داشته باشم و چرا من اینجوری هستم؟ به خاطر اینکه عشق به خود ندارم؟ من از خودم بدم نمی آید همین کافی نیست؟ یک هفته بعد یک حادثه شب به شب کار می کنیم. سایه های ساکت در تاریکی. ساعت ها آسیاب می شوند و با تصور اینکه که بردهی مصری هستم و مشغول ساختن یکی از اهرام کوچکتر زمان می گذرانم. یک بار وقتی برای سومین بار یک صندوق از دستمان افتاد رو به ادی کردم و گفتم به خاطر عشق ر مواظب باش این چنین بود که خواب و خیالم را برملا کردم امشب که به خانه برگشتم آستیرید روی زمین بود خوبی چی شده از پله افتادم اولین فکر دلسوزانه برای بچه بود. فکر کردم حتما یک طرف کلش قر شده و یک طرفش هم صاف. بردمش توی تخت و بهش غذا دادم و مثل مادرم برایش کتاب خواندم. هرچند که به نظر نمی آمد بر اثر افتادن آسیبی دیده باشد. فقط با سفیدی چشمانش میدید. دید. مردمک هایش به تکه های شکسته شب میمانست. به من گفت نگران نباشم. گفتم فکر می کنی حال بچه خوب باشه؟ لازم شکمتو ببریم بیمارستان؟ بی این که نگاه هم کند گفت تو این بچه رو نمیخوای. با حالتی تدافعی فریاد کشیدم. حقیقت نداره. من این بچه را نمیخواستم ولی حالا که داشت می آمد این اتفاق اجتناب ناپذیر را پذیرفته بودم و دروغم به این خاطر بود که شاید با این حرف ها خودم را به پذیرشی ترغیب کنم فایده نداشت امشب امشب اتفاقی افتاد مثل همیشه خرحمالی می کردیم ماه بیفایده از میان هجابی نازک از ابر نور نامتمرکزش را میتاباند شب مثل یک گاز از سیبی سرد دندانم تیر کشید قایق را به اسکله بستم و فکر کردم اگر یک نفر بوی تناب خیس را توی شیشه کند میخرمش صدای فریاد بالا سرمان چهار عرب تنگ هم از پله ها پایین آمدند. قلدر معاب و کرکری خان. پالتوهای سیاه دراز و صورتهایی درازتر. عربها چیزی را به فریاد گفتند و بچه های ما جوابشان را دادند و دست از کار کشیدند. هرچه دم دستشان بود برداشتند، لوله، دیلم، قلاب آهنی، دو گروه با ترکیب فرانسوی و عربی با هم جدل کردند. نمیفهمیدم دعوایشان سر چیست ولی تنش کاملا حس می شود. دو گروه به شکل تهدیدآمیزی به هم نزدیک شدند و نمایش کوچکی شکل گرفت از هل دادن و یقه گرفتن و شبیه طرفدارهای پر از آبجوی دو تیم فوتبال متخاصم شدند. و تماشای این صحنه باعث شد دلم برای وطنم تنگ شود. ادی گفت: "باید خودمون رو کنار بکشیم. نظرت چیه؟" نظرم را نگفتم چون این در فکرم بود. همه اینجا ریش دارند جز من و ادی. معنای کلماتی را که از ته حلق بیرون می آمدند نمی فهمیدم ولی دشمنی آشکار بود. بعد از اینکه دعوا تمام شد و عربها دوباره برگشتند بالای پلکان رهبرشان روی زمین تف کرد کاری که همیشه به این معناست که من می ترسم توی صورتت تف کنم برای همین یک کم توف می اندازم نیم مصر دورتر از کفشت. باشد. سهر من دارم تغییر می کنم. شخصیت آدم قابل تغییر است. یک موجود جاودان را تصور کنی. از فکر کردن به اینکه ممکن است طی قرنها همان گندهای همیشگی را بزند حال آدم به هم میخورد مثلا تصور یک موجود ابدی که در جشن تولد 7552 سالگیش با اینکه به او قبلا هشدار دادند بشقاب داغ است باز هم به آن دست میزند. مطمئنا ما ظرفیت زیادی برای تغییر داریم ولی هشتاد سال فرصت زیادی نیست باید زود همه چیز را یاد گرفت باید ابدیت را در چند دهه جا کرد امروز صبح از کنار گدایی رد شدم چنان از ریخت افتاده که صرفا یک نیمتنه بود که فنجانی را تکان میداد. واقعا این من بودم که صد فرانک به او دادم و گفتم بقیه روز استراحت کند؟ من نبودم. دقیقا خودم نبودم. یکی از نفوس من بود. یکی از هزاران. بعضی هاشان به من میخندند. بعضی از شدت هیجان ناخون می جوند و بعضی حتی لایق تمسخرم هم نمی اینجوری هستند این هزاران. بعضی فرزند هستند و بعضی والد. برای همین است که هر مردی پدر و فرزند خودش هم هست. در گذر سالها، یاد میگیری چطور نفوس را مثل سلول های مرده از خود بتکانی بعضی وقتها از تو بیرون می آیند و برای خودشان راه می افتند. بله من دارم تغییر می کنم. تغییر زمانی است که نفوس جدید به پیش زمینه می آیند و بقیه به مناظری فراموش شده عقب می نشینند. شاید تعریف کامل زندگی کردن این باشد که تمام شهروندان تالار نفوس تو را با خود به گردش ببرند. فرمانده، عاشق، ترسو، مردم جنگجو، کشیش، پاسدار اخلاق، عاشق زندگی، متنفر از زندگی، احمق، قاضی، هیئت منصفه، جلاد تا در لحظه مرگ همه راضی باشند. حتی اگر یکی از نفوس صرفا ناظر یا توریست باشد زندگی کامل نیست. فرمانده هم بلندترین صدا در نظام طبقاتی سر من بازگشته. حرامزاده ستمگر به من دستور می دهد با آستیرید بمانم و تحملش کنم. همین است که اینقدر سردرگم هستم. در وضعیت پلیسی و تمامیت خواهی زندگی می کنم. همین روزها انقلاب می شود. تمام نفوسم خیزش می کنند. ولی مطمئن نیستم آنی را که بتواند رهبریشان کند داشته باشم. یک رهایی بخش. فرار بچه فرار کرد. مایه تبدیل به گوشت و خون شد. دیگر راه برگشتی نیست. اسمش را گذاشتیم جسپر. دلیلی برای جشن و ترس و لرز. آسترید مادر مفتخر و من نیمه مفتخر. در عمرم تا این حد همکاری نکرده بودم. بچه پروژه مشترک به حساب می آمد و نشان شخصی من خیلی مشخص نبود. امروز بچه روی پتو پاهای چاقش را در هوا تکان می دهد. به آسترید گفتم از روی زمین برش دارد. خیلی مایه خجالت بود اگر تعمه موش ها می روی بچه خم شدم و نگاهش کردم ولی چیزی که دلم میخواست این بود که بتوانم داخل جمجمش را نگاه کنم. تا ببینم آیا شر یا بیرحمی یا تعصب یا سادیسم یا بی اخلاقی در آن هست یا نه یک انسان جدید هیچ حسی ندارم که مال من است این فکر که ما با این بچه یک بنای یاد بوده پوچ برای رابطه آری از شورمان ساخته ایم از ذهنم بیرون نمی رود. ما برای چیزی نماد ساخته ایم که ارزش نماد پردازی ندارد. بنای دیوانه از گوشت که با نسبتی مساوی با عشق در حال کوچک شدنمان بزرگ می شود تا اینکه بمیرد اینجا بیشتر از سلول مارکی دو ساد است سکوت بچه گریه نمی کند. من هیچی درباره بچه ها دانم جز اینکه گریه می کند. مال ما گریه نمی کند. پرسیدم برای چی اینقدر ساکته؟ نمیدونم. آسیرید رنگ به چهره نداشت و از پنجره بیرون را نگاه می کرد. به این بچه نگاه می کنم و یک بچه یا یک انسان جدید نمی بینم. یک پیرمرد می بینم. یک ایده حال به همزن افسارم را دست گرفته. این بچه منم که پیش از موعد تناسخ پیدا کرده من ازش متنفرم چون خودم است من است از من پیش میافتد سرنگونم میکند چیزی را که من فهمیدم از همین حالا میداند تمام اشتباهاتم را بقیه آدمها بچه دارند من نه من یک حیولا به دنیا آوردم خودم گفتم فکر میکنم کنم گرس نشه. خب خب به شیر بده داره شیره وجودم و میمکه باشه باشه بهش یه کم شیر طبیعی میدم. نه، براش خوب نیست. به درک. این تو حوزه دانایی من نیست. من فقط میدونم بچه به تغذیه نیاز داره. چرا براش کتاب نمیخونی؟ با خنده این را گفت. شب قبل مچم را موقع هایدگر خواندن برای بچه گرفته بود. جیغ زد. این که نمیفهمه. در جوابش داد زدم منم نمیفهمم. هیچ کس نمیفهمه. موقعیت بدی است کاملا واضح است که بین ما سه نفر رفاه کدام یک باید به هر قیمتی تأمین شود این وسط کی از همه مهمتر است من امشب نزدیک بود بمیرم قایق هیچ وقت سر موقع نمی آید و برای همین صبر می کنیم و روزنامه می خانیم تا اینکه مثل چهار سوار سرنوشت بعد از گشتی محتابی سر برسد. تاریکی با نور لرزان قایق شکست و صورتهای سنگی صاحب کارهای ما ظلمت را شکافت. امشب من و ادی داشتیم یک صندوق بسیار سنگین را بلند می کردیم که رسما از جایش جم نمی خورد. فقط چند میلیمتر از جا بلندش کرده بودم که با وحشت متوجه شدم زانوهایم را خم نکردم. از ترس آسیب دیدن ستون فقراتم صندوق را پایین آوردم و ازش فاصله گرفتم. دیگر برای خم کردن زانوهایم دیر شده بود. ادی پرسید چی کار می کنی؟ گفتم بیا یک کم استراحت کنی. و کتابی از جیب عقبم درآوردم و شروع کردم به خواندن. رومانی که از یکی از دکه های کنار رود سن خریده بودم. سفر به انتهای شب لوی فردیناند سلین. هنوز یک خط هم نخوانده بودم که متوجه توده سیاهی شدم که به سمت ما می آمد. گروهی مرد که اگر تفنگ دستشان نبود فکر می کردم برای قدم زدن بیرون آمدند. تیر هوایی شلیک شد. همکاران ما در تمام جهات ساحل رودسن فراری شدند. خنددار است تماشای ناپدید شدن بی تفاوتی سنگی آدم ها وقتی جانشان به خطر میافتد. ادی دوید توی قایق و تنابی را که ما را به اسکله وصل می کرد باز کرد و با پا هلش داد و دوید عقب و پشت صندوق ها به من ملحق شد. قایق آرام حرکت کرد. اول صدای قدم هایی را شنیدیم که به قایق نزدیک شدند و بعد صدای پریدنشان به داخل. صدای خشنی گفت بیاین بیرون. خوشبینانه با خودم فکر کردم شاید با ما نباشد و از اطاعت ناخداگاه ادی ناراحت شدم. ایستاد و دستانش را بالا برد. فکر کنم قبلا هم با این موقعیت روبرو شده بود. صدا به یک نفر دیگر که امیدوار بودم خودم نباشم گفت تو هم بیا بیرون سایتو دارم میبینم به سایه نگاه کردم و متوجه شدم فقط سر است که آدم را لو میدهد وگرنه آدم قوز کرده فرقی با گونی سیب زمینی ندارد ایستادم و دستم را بالا گرفتم ولی دیدم وضعیتم خیلی کلیشه است و بنابراین کف دستم را رو به عقب گرداندم حمله کننده به ما ریشی داشت که مرا یاد سگ هاسکی آلاسکایی میانداخت و چند نسل از من پیرتر بود همین خیلی عصبانیام هم کرد همیشه انتظار داشتم یک ولگرد جوان دخلم را بیاورد وحشی و گمراه و عصبانی از دنیا تفنگ را گرفت سمت من. بعد به دستم نگاه کرد و سرش را آرام بالا آورد. گفت سفر یادم رفته بود کتاب هنوز دستم است. زیر لب گفتم سلین من عاشق این کتابم. من تا نصفش رو خوندم. به اونجاش رسیدی که هی بکشم ولی آخرش رو به هم نگو. تفنگش را آورد پایین و گفت تا وقتی تمومش رو نخونی درکش نمی کنی. فصلای مجزاش فایده ندارن. دیگه کی رو دوست داری؟ روسا. آره روسا. آمریکایی ها چی؟ همینگوی خوبه. من داستانای کوتاهش رو دوست دارم. روماناش مالی نیستن. هنری جیمز دوست داری؟ نه زیاد ولی برادرش دوست دارم ویلیام جیمز نابغه است دقیقا تفنگش را گذاشت زمین و گفت لعنتی بیان قایق و برگردونیم به ساحل من و ادی و آلاسکایی قایق را راه انداختیم و راه افتادیم سمت ساحل رودخانه یک کتاب نجاتم داد ازش پرسیدم ماجرا چیه؟ ما رقیبیم. رئیس من میخواد رئیس شما بکشه کنار. نکنه این حرف یعنی میخوای اینجا آدم کشی را بندازی؟ دقیقا خودش است. بیشتر آدم ها تیه چند دهه به دست شغلشان به قتل میرسند. و طبیعی است من باید شغلی پیدا کنم که شاید یک هفته ای کارم را بسازد. زندگی با بچه مشکلات بزرگ در خانه آسترید به شکل سیری ناپذیری می خوابد. خستگیش خستگی ناپذیر است و شاید به خاطر اینکه با بچه جوری رفتار می کند انگار دندان مصنوعی یک آدم دیگر است. عشقش به من هم شلوول شده. الان فقط عصبانیش می کنم. یک بار بچه را روی زمین پیدا می کنم. یک بار پشت مبل و یک بار هم آمدم خانه دیدم توی حمام است و سرش روی چاه. بقیه اوقات نقش مادریش را به عهده می گیرد و به بچه اجازه می دهد از سینه شیر بخورد. در این مواقع صورتش یک خلع عظیم است. میپرسم درد دارد و او سرش را تکان می دهد و میگوید تو متوجه هیچی نمیشی ابله؟ نمی شود درکش کرد. همین پنج دقیقه پیش روی مبل زانوهایش را بغل گرفته بود و من فقط گلویم را صاف کردم و سرم جیغ کشید. نکند پشت درهای بسته تمام رابطه ها همین شکلی هند. گفت این تنها کاری بود که تا حالا نکرده بودم. فکر می کردم این بچه چیزی رو توی وجودم تغییر بده. تغییر بزرگیه منظورم توی عمق وجودمه به نظرم تغییر کردی منظورم اون ته عمق هسته وجودمه منظورش را نمیفهمم دیوانه است انگشت به دهان میمانم وقتی به عمله و اکره سریش فکر میکنم. چقدر تضاد در این زن هست هر مرج محض از این دیواره تا آن دیواره امعاییش پر است از تند روهای خیانتکاری که برای پایان های و میکنند می کنند. بچه را بر می دارم و آرامش می کنم. نمی دانم چه کار کنم. به میگویم چیزهایی درباره افسردگی پس از زایمان شنیدم. بلند میخندد به چیزی که زیاد خنده دار نیست. یک روز به خصوص طبق معمول رفتم بیرون و دلواپسیها ها را دنبال خودم در بولوارها کشیدم تا اینکه کافه برای نشستن پیدا کردم. دلواپسی ها قهوه و سیگار می تلبیدند. پاریس احاتم کرده بود. یک الکلی چنان ادرار می کرد انگار هیچ چیز نیست جز مسانه داخل یک کلا. نوار ادرارش بین شکاف های سنگ فرش راه افتاده بود. دو پلیس با گام های موزون در بولوار آرام راه می رفتند. چون رژه رفتن ممکن است تأثیر بدی روی مردم داشته باشد. رفتم کنار سن نشستم. روی نیمکت کنار دستم زنی پاهایش را دراز کرده بود و آفتاب می گرفت. آفتاب نادر پاریس. پاهای قشنگ، بلند و پر رگ و پی. وقتی داشتم پاهایش را نگاه می کردم او هم نگاه هم می کرد. همزمان شانه بالا انداختم و لبخند زدم و قبل از اینکه که مغزم شناساییش کند دهانم کرد. داد زدم کارولین مارتی همزمان از جا پریدیم و با شگفتی و خوشحالی به هم خیره شدیم. داد زدم من اومدم اینجا که تو رو پیدا کنم. بابا مرد. میدونم، قبرش رو دیدم. وحشتناک بود. تمام عزیزان منم مردن. میدونم. همه مامان، بابا، تری، هری شنیدم. وقتی بابا مرد به خونه زنگ زدم و عموم توی سیدنی خبرها رو به من داد. وحشتناک بود. من ازدواج کردم مارتی وحشتناکه نه آره خب منم پدر شدم نه باور کن بیا با هم فرار کنیم مارتی نمیتونم چرا میتونی؟ نه من باید وظایف پدریم رو انجام بدم راستش منم نمیتونم شوهرم رو ترک کنم چرا؟ آخه هنوز دوستش دارم. پس جفتمون گیر کردیم. بعد جور گیر کردیم. خوشتیب شدی؟ خوشگل شدی؟ جفتمان نفس گرفتیم و خندیدیم. به عمرم اینقدر هیجان زده نشده بودم. صورتم را در دستانش گرفت. پرسیدم میخوای چیکار کنی؟ بیا بریم یه هتل. مطمئنی؟ ببخشید که ترکت کردم. خب تو عاشق برادرم بودی. بچه بودم. و خوشگل. بیا بریم اتاق بگیریم. یک هتل کوچک بالای یک رستوران تا شب. وقتی پرده را کنار زدیم دیدیم طوفان شده و فهمیدم این اتفاق در ذهنمان مثل رویایی نصف نیمه و مهالود باقی خواهد ماند و بعد دوباره به زندگی هامان باز خواهیم گشت و همین فکر باعث شد قلبم به شکل دردناکی در ظلمات منقبض شود گفت پس تو پدر یه بچه فرانسوی شدی عجیب بود که تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. با اینکه عاشق فرانسوی ها هستم و نظرا به کشور خودم بی تفاوت به نظر می رسد ریشه هر آدم به شکل غریبی در خاک وطنش است. ناگهان استرالیایی نبودن بچم باعث ناراحتیم شد. استرالیا بهترین کشوری است که می شود ازش فرار کرد. فرار کردن از فرانسه وقتی تانک های آلمان سمتش سرازیرند معنا دارد ولی چرا آدم باید در زمان صلح فرار کند نمی توانستم این فرصت را هدر بدهم و تحمل نفرت دوباره از خودم را نداشتم بنابراین گفتم من خودم را عمدن در مسیر عشق قرار ندادم ولی پیش آمد و برای همین حاضرم آستیرید و بچه را ترک کنم تا بتوانیم با هم باشیم مدتی طولانی سکوت کرد صورتش به سختی در تاریکی دیده میشد بعد به نرمی گفت تو نمی توانی پسر و مادر بچت را ترک کنی. چون توان تحمل احساس گناهش را نداری. و زمنن من شوهرم را دوست دارم. از بین این همه آدم یک روس به اسم ایوان گفت این آدمها موانع غیر قابل عبوری هستند و بعد اضافه کرد تو را هم دوست دارم. ولی دوستت دارم او بیشتر شبیه چیزی بود که بعدن به ذهنش رسیده باشد و پر باشد از شرط و شروط. عشق بیقید و شرط نبود بند داشت و مفر. عشقش الزام آور نبود لبخند زدم انگار دهانم مجبور بود طبق عادت چنین کاری بکند احساس کردم تغییر خلق شدیدی در راه است میخواستند برای دیدن خانواده شوهرش شاید شش ماه یا بیشتر بروند روسیه وقتی خداحافظی کردیم قرار گذاشتیم دقیقا یک سال دیگر نه روی برج ایفل کنارش همدیگر را ملاقات کنیم و ببینیم چیزی تغییر کرده یا نه. دوباره گفت دوستت دارم و من سعی کردم حرفش را باور کنم. بعد از اینکه خداحافظی کردیم بی هدف راه افتادم. این حس را داشتم که قلبم یک لحظه کاملا باز شده و قبل از اینکه فرصت پیدا کنم ببینم داخلش چیست دوباره بسته شده چند ساعت راه رفتم و از ته دل دوست داشتم سرم را روی شانه کسی بگذارم و گریه کنم ولی وقتی به سن رسیدم دیدن ادی تنها دوستم باعث شد رازم را نگه دارم. کجا بودی؟ دیر کردی؟ قایق که هنوز نیومده. اومده؟ با حواس پرتی گفت نه و به سن خاموش خیره شد. فکر می کنم یک روز تاریخ قضاوت بدی درباره من خواهد کرد. دقیق بخواهم بگویم بدتر شب الان شب است و دارم آستیرید را که خواب است تماشا می کنم و به ونگوگ فکر می کنم. وقتی در جوانی از کارش اخراج شد نوشت که وقتی یک سیب رسیده باشد یک نسیم هم میتواند آن را از درخت بیاندازد. عشق هم یک چنین چیزی است. عشق درونم وجود داشت و اتفاقی بر سر او ریخت. این را میگویم چون لعنتی فهمیده دوستش دارم. دوستش دارم ولی ازش خوشم نمیآید. عاشق دختری هستم که ازش خوشم نمیآید. این هم از عشق. این نشان می دهد عشق ربطی به طرف مقابل ندارد و آن چیزی که درونت است اهمیت دارد. برای همین است که مردها ماشین، کوه، گربه یا ازولات شکمشان را دوست دارند. برای همین است که ما عاشق حرامزاده ها و پتیاره های بی احساس می شویم. عاشق آستریید هستم ولی حتی به اندازه ذره ای از عشقم دوستش ندارم شاید ترفند کارولین در رد کردن من همان تأثیری را بر عشق من نسبت به آستریید داشته باشد که سرد شدن کائنات بر تشکیل ماده و کی می توانست حدس بزند قلب نه فقط به اندازه یک نفر به اندازه دو نفر جا دارد شاید هم سه نفر شاید بتوانم پسرم را هم دوست داشته باشم پایان این پایان است همه چیز به شکلی غیر قابل برگشت تغییر کرد. آخرین تغییر بزرگ. زندگی دیگر به شکل قبل بر نخواهد گشت. خیلی عادی شروع شد. در کتاب فروشی بودم و داشتم کتابی دست دوم ورق می زدم که یک نفر گفت سلام سلین صدای آشنا زشتی آشنا هاسکی آلاسکایی بود و آمد طرفم و چند سانتیمتری صورتم ایستاد دنبالت میگشتم امشب نرو اسکله چرا سفر رو هنوز تموم نکردی به دروغ گفتم نه هنوز امشب اوضاع خرابه بیشتر از این نمیتونم بگم بگو میخوایم امشب قایقتون رو منفجر کنیم چرا؟ شما رقیب مایی من که نیستم من حتی نمیدونم توی اون صندوقا چیه برای همین نباید بیای تمام عصر همه جا را دنبال ادیزی رو رو کردم و یادداشت نوشتم و همه جا گذاشتم خانهش، رستوران مورد علاقهش، سلمانیش، همه یادداشتها یک شکل. امشب نرو سر کار. امشب میخوان قایق و به یک تریلیون قطعه منفجر کنن. حتی یک یادداشت روی میز آشپزخانه خانه خودم گذاشتم و برای آسترید نوشتم اگر ادی را دید خبرش کند. آستریت خانه نبود. برای چی از احتمال مرگ ادی اینقدر وحشت کرده بودم؟ دوستی ها باری هستند غیر قابل پیش بینی. ساعت چهار رفتم سینما. بعد یک بار دیگر از جلوی خانه ادی رد شدم ولی باز هم نبود. و وقتی برگشتم خانه و در را باز کردم دیدمش که در آشپزخانه من نشسته و یک آبجو دستش است، انگار نه انگار. داشت با خستگی آه می‌کشید. متوجه وقفه ای در خوشبینی خستگی ناپذیرش شدم. گفت: "آسترید همین الان رفت. امروز همه جا رو دنبالت گشتم. این چه شغلی بود برای من پیدا کردی؟" دوباره کمردرد گرفتی؟ اومده بودم دنبالت با هم بریم. چی میگی؟ آستری چیزی بهت نگفت؟ نه. گفت میره لب سن. چند لحظه فکر کردم و ناگهان فهمیدم قضیه از چه قرار است. ساعتم را نگاه کردم هفت و چهل دقیقه. بچه را گذاشتم پیش ادی و از خانه آمدم بیرون و در پیاده روی خیس پوشیده از عرق یخ بسته دویدم. تلو تلو خوران خودم را به سن مقتدر رساندم. چه فکری در سر دارد؟ لرزان می دویدم. پایم به سان زربان قلب بر پیاده رو فرود می آمد. میخواهد چه کار کند؟ دویدم و ناگهان دیگر تنها نبودم. شرم مردی که ناگهان درک می کند حق ناشناسی کرده همراه هم شد و بنابراین ستایی دویدیم من و شرم و ناسپاسی همراه هم مثل سه سایه سه مرد که جلوتر از ما می دویدن. میدانم چه فکری در سر دارد نفسم بریده بود ریه هایم نیمه پر هستند یا نیمه خالی نمیدانم با اشتهایم چه کنم آسترید هریسان دوستم داشت و من در جواب عشقش فقط از سر بیمیلی مزمزه میکردم فکر می کردم تا سرحد امکان حقیرم هستم ولی اشتباه می کردم چون باز هم پیش چشمان خودم آب رفتم می دانم می خواهد چه کار کند ناگهان بالا سرم دیدمش چیزی کوچک در لباس سیاه در استخر نور لامپ های خیابان قوطه میخورد و زیگزاک میرفت. پیکری همانند بید که از نظرم پیدا و پنهان میشد. البته که دیوانه است میدانم میدانم میخواهد خودش را به روش ویژه‌ای که همیشه دنبالش بود بکشد. دارد برای رسیدن به مقصودش می دود طبیعی است. هیچ کس برای مرگ سرخوشانه قدم نمیزند. آدم مرگ را معطل نمی کند وقتش را تلف نمی کند. گمش کردم و بعد دوباره دیدمش که در امتداد سن می دوید. نور چراغ های خیابان بر سطح رود منعکس می شد. قایق ما پت پت کنان نزدیک می شد. آلاسکایی را دیدم که پشت دیواری پنهان شده بود. با یک دستش نارنجکی را گرفته بود و با دست دیگرش به من اشاره می کرد دور شوم. قایق پهلو گرفت و بچه های ما آن را به اسکله بستند. سه مرد عرب دوان دوان آمدند تفنگ و نارنجک به دست آسترید پرید توی قایق سرش داد زدند ولی گوش نکرد قاتلها نمیدانستند باید چه کنند نمیخواستند یک آدم عادی را بکشند کسی بابتش پول نمیداد در قایق بود و حاضر نبود تکان بخورد یکی از مردها مرا دید شلیک کرد و من پشت دیواری سنگی پنهان شدم. صدای آژیر با هم با فریادهایی از ته حلق مشاوره کردند. دیگر زمانی نمانده بود. یا حالا یا هیچ وقت. به آستیریت نگاه کردم. صورتش کوچک و بیرنگ و آماده مرگ. جوری اخم کرده بود انگار فکر می کرد انفجار قایق چیزی در حد و اندازه ترکیدن یک بادکنک است. جیغ زدم آسترید بیا از اون تو بیرون. نگاه هم کرد و لبخندی زد که به شیوایی به من گفت زندگی شور بختانش رو به اتمام است. یک بدرود در آن لبخند بود خداحافظی نبود یک ثانیه بعد قایق با یک سری انفجارهای کوچک به هوا رفت درست مثل جعبه پیشنهادات تری آسترید در میانش تکههایش هایش همه سو روی ساحل داخل سند اگر شن هم بود نمی توانست اینقدر پراکنده شود. مردم هاج و واج نگاه می کردند از تماشای تراژدی من وحشتناک هیجان زده بودند. رفتم خانه و میلیون ها تکه استرید را به حال خود گذاشتم. هیچ کس نگاهم نکرد. نگاه نکردنی بودم. ولی از هر صورتی تقاضای بخشش داشتم. هر چهره پیوندی بود در زنجیره چهره ها که در یک چهره می گسست. افسوس ها سر و از من پرسیدند می خواهم مالکشان باشم یا نه. بیشترشان را رد کردم ولی چند تایی را پذیرفتم تا این رابطه را دست خالی ترک نکنم. هرگز تصورش را هم نمی کردم که پایان رابطه عاشقانه ما انفجار و تکه تکه شدن استرید باشد. مجازن منظورم است شاید. هیچ وقت تصور نمی کردم واقعا بترکد. مرگ پر از قافلگیری است. زیر تاق ایستادم و فکر کردم بچه حالا من تنها پرستار بودم. من نفرین شده و ناپاک با روحی شبیه عضو قطع شده بدن یک سرباز، وسط میدان جنگ برای اولین بار فکر کردم شاید باید برگردم استرالیا ناگهان و بدون دلیل دلم برای هموطنان آفتاب سوختم تنگ شد در آپارتمان همه جا بوی آسترید به ادی گفتم برود خانه و بعد رفتم سراغ بچه که خواب بود نمیدانست سر و دست ها و صورت مادرش هر کدام یک جا افتادند. تنها من و این بچه که شکلک در می آورد. بیدار شد و یا به خاطر گرسنگی یا بابت خشم اگزیستانسیالیستی جیغ کشید. باید چه کار کنم؟ فکر نکنم در یخچال سینه داشته باشم. یک جب شیر باز کردم و برایش یک فنجان ریختم و سرازیر کردم توی دهانش. بیوه شدم. یک نامه به آینه دستشویی چسبیده بود. میدانم پدر بودن تا چه حد برایت دل آور است. فقط باید دوستش داشته باشی. سعی نکن از آسیب دور نگهش داری. دوستش داشته باش. این تنها کاری است که باید بکنی خیلی ساده انگارانه فکر کردم یادداشت را تا کنم حالا می دیدم که تمام مدت بی این که حتی خودش بداند نقشش همین بوده. این بچه را به دنیا بیاورد و خودش را خلاص کند. آسیرید مرده. هرگز نشناختمش. حتی نمیدانم خبر داشت که عاشقش بودم یا نه. رفتم طبقه بالا و چند تک لباس انداختم توی ساک و برگشتم اتاق و بچه را نگاه کردم. این وظیفه جدیدم است. نگاه کردن به این بچه، بچه من، بچه بیچاره، جسپر، جسپر بیچاره. ببخشید، ببخشید، ببخشید که چه فرداهای وحشتناکی با هم خواهیم داشت. چه اقبال غیر ای باعث شد روح تو به بدن پسر من حلول کند. پسرم، پدرت از کار افتاده تنهای عشق است. به تو یاد خواهم داد چطور با چشم بسته معنای تمام چهره های سردرگم را درک کنی و اینکه هرگاه کسی گفت نسل تو چطور چهره درهم کنی به تو یاد می دهم از دشمنانت شیطان نسازی و وقتی گله آدم ها به قصد بلعیدنت آمدند خودت را بد مزه ترین خوردنی روی زمین نشان بدهی به تو یاد میدهم با دهان بست فریاد بزنی و شادی بدزدی و تنها شادی حقیقی آواز خواندن برای خود با صدای گرفته است به تو خواهم آموخت هرگز نباید در یک رستوران خالی غذا بخوری و نباید وقتی احتمال باران هست پنجره های قلبت را باز کنی و وقتی عضوی لازم قطع می شود بر جایش نشانه قطع شدن باقی میماند به تو یاد خواهم داد چطور بفهمی چیزی از کف رفته ما خواهیم رفت برمیگردیم خانه به استرالیا و به تو یاد خواهم داد اگر یک وقتی چیزی قافل گیرد کرد اینقدر زنده میمانی که دوباره بررسی کنی. هرگز نمیتوانی از چیزی کاملا مطمئن باش. همین بود آخرین نوشته. دفترچه را بستم. داشتم بالا می آوردم. داستان تولدم مثل تکه های سنگ در مغزم پخش شده بود. هر تکه یک تصویر از داستان را منعکس می کرد. پس من مولود تنهایی و جنون و انتحار بودم. اصلا قافلگیر نشدم. سال بعد صبح روز تولد مادرم داشتم لباس می پوشیدم که پدرم آمد اتاقم. پسر جان امروز دوباره هفته همه میه. خب؟ داری میری نهار بگیری؟ برنامه های دیگه ای دارم. اما امروز تولد مادرته. میدونم. نمیایی بریم سر قبرش؟ اون قبر نیست. یه سوراخه. من برای یه سوراخ خالی عزاداری نمی کنم. متوجه شدم یک هدیه دستش است. گفت یه چیزی براش گرفتم. کار خوبی کردی. نمیخوای بازش کنی؟ دیرم شده. و او را با هدیه غمگین و بی هدفش تنها گذاشتم. به جایش رفتم بندر و کشتی ها را نگاه کردم. در این یک سالی که گذشت به رغم میلم به تمام چیزهایی که در دفترچه پدرم نوشته شده بود فکر کردم. هیچ نوشته ای اینجوری در مغزم حک نشده. حقه های زیرکانه ای که ذهنم در هنر فراموشی بلد است اینجا کار کرد ندارد. تک تک کلمات وحشتناک در خاطرم مانده. تمام روز ایستادم و کشتی ها را تماشا کردم. یا سرم را پایین آوردم و به سخره ها و به پوشش براق و چربی که روی آب شناور بود نگاه کردم. مدتها همانجا ماندم آنقدر ماندم که ماه بالا آمد و پرده ستارگان بر آسمان کشیده شد و نور پل از میان تاریکی پیدا شد روحم جاه طلب است و مزدور میلش برای شناخت خود دفترچه پدرم این هدف را ناکام گذاشت و داستان مادرم همه چیز را نسبت به زمانی که هیچ چیز از اون نمیدانستم مرموزتر تر و پیچیده تر کرد. فهمیده بودم مادرم احتمالا دیوانه بوده و از کشوری نامشخص. به جز این تحقیقاتم فقط به سوالات بیشتر منجر می شد. اگر بخواهم درباره پدرم حرف بزنم اصلا تعجب نکردم از اینکه بی اندازه ناخواسته بودم تنها چیز قاطعی که درباره مادرم فهمیدم این بود که به دنیا آوردن من آخرین قلم فهرست بایتهای زندگیش بوده. و وقتی انجامش داده و خیالش راحت شده به خودش اجازه داده بمیرد. من به دنیا آمده بودم تا موانع سر راه مرگش را کنار بزنم. سردم شد. کمی لرزیدم. ریتم کائنات با سر تکان دادن کشتی ها هماهنگ بود چند سال بعد برگشتم به گورستان قبر مادرم سر جایش نبود بین مارتا بلکمن و جاشوا ولف کوچولو یک آدم جدید دفن شده بود اسمش فرانسیس پرلمن بود. موقع مرگ چهل و هفت سالش بوده. پشت سرش دو پسر، یک دختر و یک شوهر باقی گذاشته بود. بعد از پیدا کردن دفترچه بارها و بارها خوانده بودمش آزارنده ترین عنصر آن دفترچه کوچک نفرت انگیز تأکید پدرم بر این قضیه بود که شاید من تناسخ زود هنگام او باشم. اینکه من پدرم بودم. یعنی چه؟ یعنی اینکه پدرم جایی در اعماق وجودش از این وحشت دارد که خود مختاری من برابر است با مرگ خودش. وقتی قبر فرانسیس پرلمن را نگاه می کردم این فکر در سرم بود. روی قبر گل تازه بود. این دیگر عشقی از شکل افتاده یا تابوتی خالی نبود. به پدرم فکر کردم. اینکه یکی از ما میزبان بود و دیگری انگل و نمی توانستم بفهمم کدام یک میزبانیم و کدام یک انگل به نظرم می آمد محال است جفتمان زنده بمانیم به نظرم روزی بالاخره یک کداممان باید میرفتیم ردخور نداشت به نظرم قرار بود برای اثبات برتری روحمان با هم بجنگی. به, به نظرم می رسید حاضر بودم پدرم را بکشم تا خودم زنده بمانم. افکار مور مور ای بود ولی در قبرستان بودم خب.